بر موضوع صحبت ما همونطور که میدونید جزو رابطه مدرنیت و زبان و دست زبان فارسی در این میان، یکی از وجوه کاری که مرحوم مصاحب میکرد این بود که خب برای تألیف یک دارت‌المعارف عمومی که شامل مقالاتی است در همه زمینه‌ها، از فیزیک و شیمی گرفته تا علوم طبیعی تا ادبیات و علوم انسانی، شرح احوال آدم‌ها، هنرشاهی، سینما، تئاتر، سینما هنر، در همه زمینه‌ها دیگه. و خب ما با فقر زبانی بسیار بزرگی روبرو بودیم در این زمینه ترمینولوژی و اصطلاحات لازم برای کار دارت و معرف نویسی، و این مرد همت این رو داشت و علم این رو داشت و جرأت این رو داشت که پیشاهنگی بکنه در این زمینه و مقدار زیادی لغت بسازه و با حتی گروهی تشکیل داده بود که خودش نامش رو گفت دارالزرق، و گروهی از دانشمندان و زبان‌دانان رو جمع کرده بود و اینها با هم لغت می ساختن برای این کار دارالتمارف، که از اون یه بخشش به اسم فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی جداگانه چاپ شد که مجموعه بسیار درخشانی و سودمندی و در زمینه اصطلاحات جغرافیایی بود، همچنین خواسته تو همه زمینه‌های دیگه از فیزیک و شیمی گرفته تا مثلا حوزه علوم انسانی این کار واژه‌سازی رو انجام داده، بلکه بتونن مقالات دارت‌المعارف مثلا کلمبیا رو ترجمه یا منابع دیگر رو به فارسی ترجمه کنن. من متوجه بشم که خلأ بسیاری هست، اولا بسیاری واژه‌ها معادل فارسی هنوز براشون گذاشته نشده، یا اونهایی که گذاشته شده نقش های بسیار دارن یا مثلا مشتق ازشون نمیشه ساخت یا دقت کافی ندارن، و همچنین به حال اون مجموعه هنوز خیلی محدوده برای نیاز زبان فارسی برای که بتونه اندیشه های مدرن رو در حوزه علمی علوم حوزه علوم انسانی منتقل بکنه. برخورد من در طول چندین سال دراز با این مسئله ترمینولوژی و اصطلاحات ذهن من متوجه جنبه های بسیار تئوریک مسئله کرد. اینکه خب من دارم میرم دنبال یه زبان مثلا انگلیسی، تقلید میکنم نمیدونم یا ازش مایه میگیرم برای اینکه زبان خودم رو تقویت بکنم و یا دستمایه از اصطلاحات و لغات ضروری برای حوزه علوم انسانی فراهم کنم. اما خب اونجا چه اتفاقی افتاده که اینها این تونستن که این مجموعه رو فراهم کنن؟ و بخصوص چیزی که توجه من رو جلب کرد این که چرا این مجموعه اصطلاحات مثلا این همه از مایه لاتینی و یونانیه و مثلا از مایه های بومی انگلیسی، مایه های جرمنی که انگلو ساکسون و اینا خیلی کم میشه پیدا کرد، و بعد درست تو زبان فرانسه هم همینطور از زبان لاتینی معمولی، ریشه لاتینی معمولی فرانسه این کار نمی کنن، برمیگردن مثلا به ریشه های اصلی لاتینی یونانی ترکیب میکنن، پیش با پیشفندها و پسفندهای یونانی کار میکنن یا لاتینی کار میکنن، و این و به این ترتیب در واقع یک زمین حوزه زبانی توسعه یافته ای به وجود آوردن که خیلی به سرعت خودش میتونه تکثیر کنه، خیلی به سرعت میتونه پاسخ بده به نیازهای تازش. اینو خب همه شما که به حداقل دو زبانه هستید و در حوزه های علمی و فنی کار میکنید خیلی خوب میبینید که مثلا چه سرعتی فرض کنید هم در عرض همین 20 سال اخیر کامپیوتر ساینس آمده و انواع مثلا علم مثلا ژنتیک و غیره و غیره پیشرفت‌های عظیم بسیار سریعی کردن. خب اینا احتیاج به مایه زبانی دارن، احتیاج به اسم دارن که بنامن یه چیزی رو، احتیاج به صفت دارن برای اون چیزی که نامیده شده، احتیاج به قید دارن برای اینکه تو جمله بکنن ازش، احتیاج به فعل دارن. خب اینا چیکار میکنن و چرا به این سرعت میتونن که این کارا رو بکنن؟ و همین که خب بخواهیم برگردونید به یه زبانی مثلا مثل فارسی یا مثل عربی یا مثل ترکی، این کار به این سرعت و به این سهولت به هیچ وجه امکان نداره، حتی بسیاری جا اصلا امکان نداره. خب پس اینجا یه اتفاقی افتاده که ما این اتفاق رو باید بفهمیم. من کوششم رو گذاشتم، چند سالی کار کردم روی این جنبه کار و بعد این کتاب زبان باز رو نوشتم و همچنین خب تو مقدمه فرهنگ علوم انسانی که 50 صفحه است باز من این مسائل رو اونجا طرح کردم، و تو این کتاب زبان باز من رفتم به سراغ این داستان که زبانهای مدرن چگونه زبانهای مدرن شدن و آدم مدرن علاوه بر همه
وجوه زندگی مدرنش و همه دستاوردهای شگرفش در علم و تکنولوژی و انقلاب علمی و انقلاب صنعتی و شکل زندگی مدرنی که ما توش داریم زندگی میکنیم، همه ابزار و آلات و اسباب و همه ساختار زندگانی اجتماعی شهری و غیره که مال این دوران زندگانی مدرنه، خب این یه بستر زبانی میخواد. این بستر زبانی چگونه فراهم شده و یه زبانی مثل انگلیسی چگونه تونسته قدرتمندترین، خب زبانی که تا 5 قرن پیش یه زبان بومی محلی خیلی کم توسعه، خیلی شاید میشه ابتدایی بود و آنچه هم که مثلا اونجا با از باب فرهنگ و نوشتار بود بیشتر مثلا به زبان لاتینی بود و به زبان کلیسا بود، ولی از یه زمانی این زبان انگلیسی از قرن 16 هم یه دفعه به صورت انفجاری شروع میکنه به رشد کردن. بنابراین برای اینکه بفهمیم ما اصلا اصل مسئله چیه، صرف نظر از اینکه این لغت چیکار میتونیم بکنیم، لغت چیکار میتونیم بکنیم، از مایه های زبان فارسی رو چجوری میتونیم زنده کنیم، چجوری میتونیم مشتق بسازیم از آنچه که هست، چجوری میتونیم ترکیب بسازیم و غیره، خب این بخش ضروریه کاره، ولی یه بخش مهم اساسی ترش هم همین است که اصلا ما بفهمیم که چه اتفاقی افتاده که ما ناگزیریم که این کارها رو بکنیم. یا مثلا چرا ما دنبال زبان هندی و چینی نمیریم، از اونها الگو نمیگیریم، چرا از انگلیسی و فرانسه الگو میگیریم؟ برای اینکه اینها زبانهای مادر مدرنیته هستن. ولی این مطالعه که من کردم در این زمینه و عنوانش گذاشتم زبان باز، خب زبان باز یه چیزی به مقابلش زبان بسته رو به خاطر میاره. زبان باز زبانیست که بر حسب تعریف میتونه دائم خودش رو توسعه بده، میتونه سرمایه زبانی خودش رو افزایش بده و همراه با شتاب علم و پیشرفت علم و تکنولوژی و همه وجوه زندگی مدرن زبان هم توسعه پیدا میکنه. و زبان بسته زبانیست که خیلی کند توسعه پیدا میکنه یا اساسا توسعه پیدا نمیکنه و یا در مقابل توسعه مقاومت نشون میده. و اینجاست که اون چیزی که اسمش رو گذاشتیم جهان سوم، دنیایی که بهرمند از این پیشرفت های علم و تکنولوژی نیست و مثلا نسبت به این الگوهای جهانی خودش عقبه، زبانهاش هم ناگزیر همین جوریه. یعنی این زبانها زبانهای جهان سومی هستند. اگرچه من اینو نوشتم بعضی بهشون بر میخوره که مثلا ما بگیم فارسی مثلا این زبان جهان سومی هست، نه، فارسی درسته زبانی است که میراث ادبی خیلی عالی داره و خیلی به خود من هم خیلی دوست دارم اون میراث رو و خیلی ازش بهره مند شدم و استفاده کردم برای همین کار علمی، برای همین کار واژه‌سازی. خب من از میراث ادبی، از زبان سعدی، از زبان فردوسی، از زبان بیهقی، اینا من استفاده کردم، بهره مند شدم. ولی به هر حال این قضیه که ما یه جایی زبانمون بسته است و یه جایی از عهده بیان اونچه که توی فضای اون زبان‌ها بیان میشه بر نمیاییم، لازمش این است که ما یه رهیافت دیگری به زبان باید داشته باشیم. اون رهیافت چیه؟ همون چیزی است که در این زبان‌های پیشاهنگ مثلا مدرنیته مشاهده می‌کنیم و اون یک نوع رهیافت تکنولوژیک به زبان. اینا وقتی که شروع کرد از قرن 16 هم علوم جدید شروع کرد به آغاز شدن و پیشرفت کردن و مسئله زبان براشون مطرح بود و دنبال یک زبان و می‌دونستن که این زبان طبیعی که دارن این جواب نمیده، این مجموعه واژگانی که دارن جواب نمیده به اون نیازها که درش کارسپاندنس یک به یک باشه، تطابق یک به یک باشه بین ابژه و سوژه، بین مفهوم و مصداق. و این چیزیست که به حال زبان علمی دنبالش داره و زبانی که ضرورتاً نبایستی که آرایش ادبی داشته باشه یا مثلا خوش آهنگ باشه ضرورتاً یا موسیقایی باشه، بخاطر اون چیزی که معمولاً تصوری که ما از زبان یا ایمیجی که ما داریم، یعنی فکر کنم زبان علمی هم بایستی با الگوی زبان ادبی توسعه پیدا بکنه و باید خوش آهنگ باشه. ولی این زبان ها اینجوری توسعه پیدا نکردن. این از در آغاز دنبال یه چیزی به عنوان زبان کامل بودن. این اومبرتو اکو یه کتابی داره The Perfect Language، کتاب خیلی خوبیست راجع به این تاریخ این برخورد با زبان رو
اونجا تحقیق کرده که اینا از اول مثلا حتی هنوز خب اسطوره های آفرینش کتاب مقدسی بر ذهن ها حاکم بوده، هنوز دستاورد های علوم طبیعی مثلا منشأ انسان رو به حیوان نرسونده بوده و اون همه اون داستان ها و اینا. فکر اون زبانی که میگن خدا در بهش به آدم آموخت که در قرآن هم هست، علم الآدم الاسماء و کلها، این که خدا زبان رو به انسان داده و اون زبانی که آدم آموخته بوده پس حتما ضرورتا زبان کاملی بوده. و اول مثلا فکر میگن این زبان عبرانی بایستی باشه که زبانیست که به آدم آموخته شده. حتی یک نوع زبان سمبولیکی که مثل زبان طبیعی خورسه وابسته به شرایط عاطفی خودش نباشه و مثلا فکر میکردن که یه چیز شبیه خط هیروگلیف مصری یا خط ایدئوگرافی چینی مثلا میتونه به درد این کار علمی بخوره، چون اون خطا مستقیم با ساختار فونتیک زبان ارتباط ندارن، بلکه ایده اشیاء رو بیان میکنن به صورت سمبولیک. برحال مثلا در قرن 17 ما لایبنیتس رو داریم که خب از پیشاهنگان بسیار مهم فلسفه مدرن است و فکر مدرن اینها. اون خیلی سخت شکل میکنه از اینکه این زبان طبیعی جواب نمیده، یعنی کلمات توش ابهام دارن، سایه دارن. کلمات زبان طبیعی زبانی است که تو پراتیک زندگی انسانی شکل میگیره و بسیاری کلماتش حاشیه‌های معنایی دوم و سوم دارن یا حتی گاهی معناهای متضاد در یک کلمه هست. اولا خب دامنه واژگانیش محدوده و مثلا فرض کنید در حوزه مثلا گیاه‌شناسی و جانورشناسی اینا فقط برای جانورها و گیاهایی که دور و بر خودش میشناسه نامهایی داره، نه برای شناخت مثلا تمامی نمودهای زیستی بر روی کره زمین، کاری که پروژه عظیمی که علم علوم طبیعی از قرن مثلا 19 در پیش گرفتن، اونها رو به زبان طبیعی معمولی انگلیسی فرانسه نمیشه گفت. بعد موانع ساختاری زبان هست. این زبان‌هایی که پیش آمده مثلا این زبان‌های هندواروپایی مثل هم زبان‌های آلمانی، فرانسه، انگلیسی، فلان، که فارسی، زبان فارسی و زبان‌های ایرانی هم از همین خانواده زبانی هستند، اینا در ساختارهای قدیم کهن خودشون خیلی مثلا سینتتیک هستن و کلمات رو به هم میچسبونن، پسوند و پیشوند خیلی دارن و میشه مثلا معرفی شد که تو زبان سانسکریت نگاه کنید خیلی واژه‌های بلند، همچنان هنوز آلمانی مثلا این خصوصیت رو داره ولی مثلا زبان فرانسه این خصوصیت رو نداره، بلکه اینا بهشون میگن زبان‌های تحلیلی، analytical languages، و اینا تحلیلی شدن به این معنا که به جای این ترتیب سازی ها به کمک ابزارهای زبانی دیگه مثل حروف اضافه و ربط و اینها یه مفهوم تازه رو میسازن. مثلا وقتون در انگلیسی شما مثلا bathroom دارید که به معنی ترکیبیه بسرم. ولی مثلا همین فرانسه میگه سال دو بند با این دوی حرف اضافه بیان میکنه و در نتیجه خود حتی ساختار زبان طبیعی که آنالیتیک شده اجازه نمیده خیلی ترکیباتی ساخته بشه که لازم است برای زبان علمی. زبان فارسی هم از همین مقوله است، یعنی زبان‌های کهن ایرانی، زبان‌های سینتتیک مثل ارسطایی، فارسی باستان اینا، زبان‌های سینتتیک هم تعداد حسنالله و پیشوندهاش اینا خیلی زیاده ولی زبان‌ها هرچی اومده جلو مثل آنالیتیک شده زبان فارسی هم مثل همین زبان‌ها. برای اینکه بتونن این مشکل رو حل بکنن خب رفتن سراغ زبان‌های کلاسیک. زبان لاتینی که زبان کلیسا بود و زبان نوشتاری اروپا بود تا قرن 18 هم. حتی نیوتن مثلا به چیز نوشته، لایبنیتس به لاتینی می نوشته، دکارت به لاتینی می نوشته و از این زمان به مرد یواش یواش شروع کردن به این زبان‌های برنکولار به صدا زدن، به قول من بوم گویشی نوشتن به انگلیسی، فرانسه، آلمانی اینا. و این زبان‌ها رو تا قرن 19 هم بهشون می گفتن واگر تانگز یا لانگ وودگر، زبان عامیانه، عوامانه، فرانسه، انگلیسی، آلمانی، زبان فرهنگی، زبان علمی، زبانی که خلاص شأن واقعی نوشتاری داره رو زبان لاتینی میدونستن. و بعد هم با رنسانس
اینا دوباره برگشتن با آشنا شدن با یونان و زبان یونانی و خب زبان با تمام عظمت و شکوهی که فرهنگ یونانی داشت در ذهن اروپایی و مطالعه آثار یونانی رومی در دوره همونطور که بودیم در دوره رنسانس بسیار رواج گرفته بود. با وقت ساختار این زبان ها اومد وسط میدون، یعنی زبان یونانی و زبان لاتینی و زبان های سینتتیک میتونن بچسبونن سر هم کلمات بلند بسازن و بعد از اونها میشه مثلا مشتق ساخت. و به این ترتیب در واقع اینها اومدن از سرمایه زبان های کلاسیک اروپایی استفاده کردن، یعنی سرمایه زبان های سینتتیک رو آوردن سوار ساختار آنالیتیک زبان بومی خودشون کردن. و اولم که این کار ما میخواستم بکنم مثلا به انگلیسی میخواستم بنویسم قرن 16 هم یه دی اعتراض میکردن که آها اصلا این زبان زبان علمی زبان عوام زبان عقب مونده که نمیتونی بیاد بشه زبان علمی و بشه متن علمی نوشت. حتی یکی سوی اصطلاح مثلا زبان خوکان مثلا به کار برده بود عوام الناس که باز همونطور که گفتم مثلا تا قرن 19 هم حتی مثلا به زبان فرانسه هم میگفتن ناگولیه. به حال اینا برای حل مشکل زبان علمی رفتن سراغ ساختارهای زبانهای لاتینی یونانی و از اینجا شروع شد داستان، از خصوص از اواخر قرن 18 هم و اوائل قرن 19 هم و خصوص وقتی که این کشفیات زبانشناسی در حوزه زبانشناسی تاریخی دستاوردهای خیلی بزرگی در قرن 19 هم داشت و این خانواده زبانهای هندو اروپایی کشف شد و این سرمایه های رب زبانی آمدن در خدمت پیشرفت علم و تکنولوژی در اروپا. و مثلا فرض کنید که یک کلمه مثل بیولوژی در انگلیسی یا بیولوژی در فرانسه این ترکیبی است از بیوس یونانی به معنای زندگی و از لوگیا به اضافه لوگیا که شده لوژی و یا لاجی مثلا به انگلیسی. اینا مثلا قبلا تئولوژی رو داشتن، تئولوژی به انگلیسی معنای الهیات خود یعنی یا خداشناسی. خب به قیاس این و به قالب این مثلا بیولوژی و بیولوژی ساخته شد. اولا مثلا آلمانی‌ها ساختن بیولوژی، بعد فرانسوی‌ها اینو گرفتن خب در یک ادپتیشن مثلا آوایی می‌کنن با زبان خودشون میشه بیولوژی در فرانسه، انگلیسی‌ها می‌گیرن یه ادپتیشن بیو آوایی می‌کنن با زبان خودشون میشه بیولوژی. و بعد خب این مایه زبانی بهشون امکان میده که با این هر کاری میخوان بکنن، مثلا باز پسفنده و پیشفنده رو میتونن سرزم فرض کنید که پسفنده های پیشفنده هایی مثل مثلا ماکرو و میکرو، ماکرو به بیولوژی میکرو بیولوژی و یا همه این پیشفنده که از لاتین یونانی گرفتن پارا، پروتو، متا، ترانس، فلان، بهمان رو میتونن سر اینا چه پیشموره کنن. و این کاریست که با زبان طبیعی انگلیسی و فرانسه نمیشه کرد یا بسیار ضعیف میشه. یعنی شما همینو بخواید مثلا بیولوژی رو بخواید به زبان بومی مثلا بویابومی تر انگلیسی بگید، باید بگید مثلا ساینس آف لایف مثلا در باز با یه حالت اضافه باید به کار ببرید، یا فرانسه باید بگید مثلا سیانس دو لاوی مثلا یا سیانس دو ویوان مثلا باید بگید. و وقتی که سر اینا شما نمیتونید پیشفند پسفند ماکرو میکرو فلان بذارید یا و در واقع این تو قالب زبان طبیعی که بخواید بمونید هزار مانع ساختاری زبانی دارید. ولی اینا رفتن و یک کار تکنولوژیک دیگه، این با این کار تکنولوژیک بسیار کار ساده و آسان شد. مثلا بعد روی این روی پایه مثلا فرض کنید که بیولوژی و بیولوژی مثلا اکولوژی هم ساخته شد. اکولوژی چجور ساخته شد؟ اینکه اینا اکونومی یا اکانومی رو داشتن که اصل یونانی داره، از ایکونوموس به معنای این هم تو در متون یونانی که به عربی بعد به فارسی ترجمه شده بود میگفتن تدبیر، علم تدبیر منزل یا معنای تدبیر امور خانه یا تدبیر امور شهر. اینو تو چیزایی مثلا تقسیم بندی های ارسطو از علوم هم هست اکونومی که به علم تدبیر منزل ترجمهش میکردن.
این ایکوش که از ایکوس یونانی به معنی خانه است، ایکوش از سر چیز کندن چسبوندن به لوژی، شد ایکالوژی. و بعد این کار که حالا شما بیو رو از سر بیولوژی میتونید بکنید، بچسبونید به مثلا بگید بایو سیستم، بگید بایو دایورسیتی، نمیدونم ده ها لغت که همه آشنا هستید میدونید، یا همین کار مثلا با ایکو میکنه، ایکو رو میکنه ایکو فرندلی، دیگه چیزای خیلی عادی پیش پا افتاده دیگه ازش میشناسه. تو فارسی ما هم فرض کنید که ما گفتیم معادل مثلا بیولوژی و بیولوژی در فارسی زیست شناسی است، قبلا علم الحیات میگفتن، اینا بر بنا به عادات زبانی گذشته همه رو به قالب عربی میساختن، ولی ما با زیست این کارهایی رو که اینا با بیو میکنن نمیتونیم بکنیم، همون گیر و گرفتاری های یه زبان طبیعی رو داریم. کار تکنولوژیک مکانیکی با زبان سبب شده که بعد این چیزی که آوردن از راه علم آمده سوار ساختار زبان روی زبان آنالیتیک طبیعی سوار شده، بعد این خب یواش یواش جهت شدن تو به صورت طبیعی در آمدن بعد از مدتی، مثل همه یه چیزایی مکفرشون که کار مکانیکی رو بدن آدم میکنه، مثلا سیخ و میخی چیزی یعنی تو اعضا میذاره، بعد این جسم مثل جزء بدن آدم میشه دیگه. مردم معمولی حتی اهل علم توی حوزه‌های علمی مختلف نمیدونن که اینا یه موقعی آمده و این کار در واقع مدرنیته آمده زبان خودش رو ساخته و بدون اون نمیشده. یعنی این شکل زندگی مدرن ما با تمام دستاوردهای علمی و تکنولوژیکش بدون این ساخت زبانی و کار زبانی ممکن نبوده. یه نکته مهم دیگه این است که این چیزها که با ما دستگاه ترمینولوژی که علمی ساخته میشه اینها ربطی به هیچ زبان خاصی ندارن. همونطور گفتم مثلا حتی کلمه از یونانی گرفته، فرض کنید که الکترو آنسفالوگرافی رو اومده، این الکتروش باز یونانیه، سفالوش هم از کفالوی یونانی به معنای کله است، بعد گرافیش هم باز یونانیه، ولی هیچ یونانی این کلمه رو نمیشناخت، از معنی نداشته تو یونانی باستانی که مثلا الکتروانسفالوگرافی یعنی چی. خب این جهانهای تازه کشف شده یه زیر میکروسکوپ اینا همه نام میخوان، صفت میخوان، اشم یه چیزی در بارشون حرف زد، ولی همونطور که گفتم اینا چون من اساسا مال زبان خاصی نیستن، برای تابع تکنیک و مکانیک خودشونه. در چه مدرنیته یه قلمرو زبانی آزاد درست کرده برای حوزه زبان علم و تکنولوژی و همه مفاهیمی که چه علوم انسانی چه علوم طبیعی، یه قلمرو زبانی آزاد درست کرده که توی اون بتونه موانع زبان طبیعی رو دور بزنه، برخورد نکنه به موانع زبان طبیعی. و در واقع اون چیزی که ما مشاهده میکنیم به صورت زبان علمی مثل یه هایویه که صاف میره و به هیچ مانع طبیعی بر نمیخوره. اگر به کوه بر بخوره زیرش تونل میزنه رد میشه، اگر به دره بر بخوره روش پل میزنه میره، اگر به جنگل بر بخوره میشکافتش وسطش رد میشه. شما در هایوی یا اتوبان هیچ وقت به هیچ مانع طبیعی بر نمیخورید. و در واقع زبان علمی، این زبان تکنیکال، یک همچین زمینه ای ایجاد کرده که اون موانع طبیعی زبان طبیعی رو میخواد دور بزنه یا از بالای سرشون رد بشه. ترمینولوژیک در واقع ارتباطی میان توی بستر زبانهای طبیعی و توشون قرار میگیرن و بعد این زبانها رو با خودشون سازگار میکنن و بعد این زبانها توانا میشن که راجع به چیزهای حرف بزنن که قبلا نمیتونستن حرف بزنن. همین دلیل مثلا این برای اینکه حساب اینا رو از لغات زبان طبیعی جدا بکنن، این فرهنگ وبستر اینترنشنال اتیمولوژی و مثلا ریشه شناسی این لغات رو میدن دیگه، توی فرهنگ‌های بزرگ ریشه شناسی هم میدن و در مقابل این جور کلمات مینویسه SIV یعنی Scientific International Vocabulary. حتی جلوی آسپرین مثلا شما نگاه کنید نوشته SIV، یعنی به هیچ زبونی خاصی ارتباط نداره. بعد میره میگه که این از چیه، مثلا آسپرین مثلا از آسوپیره لاتینیه به معنای به خواب رفتن و فلان و بهمان، با پسوند این مثلا از آلمانی گرفتن سرهم کردن شده اسم این دارویی که مثلا آرام بخشه یا مثلا به خواب میبره. اینا مال یه زبان، به مال زبان بین‌المللی علم شناخته میشه که
هر زبانی میتونه اینا رو بگیره به کار ببره. اونجا در کار بردش یک ادپتیشن آوایی و گرامری میشه. آواییشو گفتم، مثلا فرض کنید شما در فرانسه میگید بیولوژیک، در یعنی پسوند ای که فرانسه میچسبه بهش وقتی میخواد صفت بسازه، در انگلیسی میگید بیولوژیکال، مثلا اون علامت صفتساز انگلیسی میاد بشه، یا قیدش میشه بیولوژیکالی در مثلا انگلیسی، در فرانسه میشه بیولوژیک ما، یا بعد در آلمانی مثلا میشه بیولوژیش، در هم صفتش و هم قیدش میشه بیولوژیش مثلا. و بعد وقتی ازش فعل میخواد بسازه، شما باید مثلا از موانع زبان طبیعی دیگه، مثلا انگلیسی شما واتر دارین که هم فعل هم اسمه، تو واتر برای آب دادن، ولی تو فرانسه او فعل نداره، باید با فعل کمکی بسازه، مثل فارسی که آب فعل با فعل آب دادن مثلا بده. شما نمیتونید بگید آبیدن، اهل زبان قبول نمیکنه شما بگید آبیدن، اگه خوابیدن میگید ولی آبیدن حق ندارید بگید. اینا بله این احکام جبارانه زبان طبیعیه. اما در زبانهایی که در توی این بستر انقلاب صنعتی و علمی نبودند، مثل زبان فارسی، مثل زبان ترکی، مثل زبان عربی، و همچنان در مقیدند به ساختار زبان طبیعی خودشون، کار دشوار میشه. توی این زمینه مثلا ترکا به جهت اینکه خطشون رو عوض کردن و در این حال این ایده که ما اروپایی هستیم درشون تقویت شد از زمان آتاتورک، اونا خیلی راحت قبول میکنن و میپذیرن، چون نوشتنش هم براشون آسونه. ولی برای ما یکی از مشکلاتش اینه که اینا چه جوری بنویسیم با خط فارسی که مثلا علامت های چیز نداره، صوتی مثلا مصافحات های کوتاه توش مثلا نوشته نمیشه، یا مشکلات خاص خط ما نمیشه، یا عربی مثلا هم گرفتاری رو داره. این زبان ها یه جوری کم و بیش بلا تکلیفن در مقابل این مسئله، و یک علتش هم همین است که به درستی اصل قضیه فهمیده نشده که آقا اینا مال هیچ زبان خاصی نیستن، اینا فراورده های علم و تکنولوژی مدرنن و هر زبانی حق داره اینا رو بگیره برای خودش و بیاره توی ساختار خودش و ساختار خودش رو هم در اینا با اینها سازگار بکنه. مثلا فرهنگستان زبان در ایران انگیزه اصلشون این است که زبان فارسی رو از عناصر خارجی پاک کنن، زبان رو پیراسته نگه دارن، نذارن کلمات بیگانه درش نفوذ بکنه، بنابراین بشنن لغت سازی کنن. البته فرهنگستان اول در واقع حرکتش در این جهت بود که عربی رو در فارسی کم بکنه و در واقع فارسی رو احیا کنه، از این بابت خیلی هم خدمت کردن. یعنی اینکه علم الحیات جاش داد به زیست شناسی، این مال کار زبانی فرهنگستان اول بود و بسیار لغات دیگری که یه چرخشی بود در ذوق زبانی ما، مثلا یه چیزی مثل فرض کنید بارومتر میشد میزان و زغته. بعدا مثلا فشار سنج اومد جاشو گرفت. و من سالها پیش میرفتم پیش دندانسازی که خیلی پیرمرد بود، من جواب بودم و پیر بود و اصلا تحصیل کرده قدیم دارفونون گفت هنوز مثلا نمیگفت جویدن، گفت عمل مزق. خب علم به زبان عربی وارد فضای فرهنگ دنیای اسلامی شد دیگه، و فارسی هم حتی اونچه که به فارسی می نوشتن این رفته رفته بیشتر و بیشتر خودش رو متعهد کرد به جذب از عربی. یعنی ناسیونالیسم ایرانی که از مشروطه آمد و دوره رضا شاه اوج گرفت و از دلش فرهنگستان زبانی بیرون آمد که می‌خواست که زبان رو پیراسته بکنه، این خدمت رو کرد که زبان فارسی رو برگردون تا حد زیادی روی پایه خودش، که این زبان این استعداد رو داره که از مایه های خودش بسازه، یا حتی مایه های عربی رو هم در فارسی میشه با قاعده فارسی به کار برد، در تفاصیل به ترکیبی مثل سحرخیز به ترکیب خیلی قشنگی و خیلی خوب از یه ماده عربی و یه ریشه فعل فارسی. من این کارو میشه کرد به جای اینکه ما همه رو در ساختمان زبان عربی به کار ببریم. و این شما نگاه کنید از قرن مثلا ششم و هفتم به این طرف یه کلمه عربی که می اومده با خودش قبیله‌ای همه قوم و خویشاشو می آورده، مثلا صدق که می اومده تصدیق و صادق و مصدق و مصدق و نمیدونم چه 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 همه اینا رو با خودش می آورده، اینا قبیله‌ای کوش می‌کردن به زبان فارسی.
و دیگه اصلا به همین سبب شده بود که دیگه فراموش بشه و اصلا زبان فارسی خودش میتونه اصلا مثلا میتونه ازش مشتق بسازه، ازش میتونه ترکیب بسازه تو حوزه زبان نثر، زبان علمی. و بعد هم خب نثر فارسی هم نثر متکلفی بود دیگه، که در واقع عرصه‌ای بود که نویسنده میخواست نشون بده که چقدر باسواده، چقدر خلاصه میتونه قرابرا بنویسه. ولی تو دنیای مدرن که آمده با ژورنالیسم، روزنامه نویسی، با نیاز به زبان علمی دانشگاهی برای زدن حرفای مدرن، یکی از لوازمش این بود که اون زبان قرابرای مغلق مثلا آلمانه دانشمندانه سنتی جای خودشو به زبان ساده تر و نزدیکتر به زبان مردم بده. و اون وقت خب یکی از اتفاقات مهم توی زبان‌های مدرن و کاری که مثلا مدرنیزه کرده با زبان این است که زبان‌های طبیعی گفتاری رو آورده تبدیل به نوشتار کرده. مثلا زبان انگلیسی تا قرن 16 هم زبان نوشتاری میراث نوشتاری قابلی نداره، یا فرانسه. ولی بعد وقتی که شده زبان شروع کردن چیزهای جد مدرن رو بهش نوشتن، رفته رفته این زبان توانا شده که شده زبان انگلیسی که میشناسیم، که امروز زبان جهانگیره. و این برداشتن شکاف و فاصله بین زبان گفتاری و زبان نوشتاری یکی از حادثه‌های مهم زبان مدرن. از جمله پیدایش ادبیات، داستان نویسی، نمایشنامه نویسی، اینا که باید به زبان گفتاری باشه، زبان گفتاری رو آورد توی بستر زبان مدرن. گوالله پاکین نام یاد، سلام و درود و درحبات خدمت دوستان و بحضورونکان ای دیوان. البته مو زبان شناس نه هم، تحصیلات زبان هم نیست، بله همیشه علاقمند بودم به زبان، مخصوصا به زبان بلوچی و زبان شناسی. شما وقت جایگاه زبان بلوچی زانید کجایین؟ بلوچی یکیش قدیمی ترین و کهنک ترین زبان های زنده دنیای. زبان زنده به معنی که زبانی که گویشوری هست، زبانی که استفاده بی هم در نویسگ، هم در شعر، هم در ادبیات. پس بلوچی یک زبان زنده، بله جز زبانانی که کم کم گلاشه ضعیفتر و ضعیفتر و کمزورتر و نزورتر بی. زبان بلوچی یکش قدیمی ترین زبانهای ایرانه، هنچو گوشه بید که جز زبانهای شمال غرب ایرانه و جز خانواده زبانهای هندو ایرانیان یا هندو ایرانی و هندو اروپایی هست. تقریبا در حدود شاید 20 میلیون نفر گویشوری هست، 20 میلیون نفر تقریبا هستند مردمانی که به هر حال یا زبان بلوچی زبان اولشه یا به هر حال زبان دومشه. و چیزی که من لوتان الان در مورد یکم که بحث بکنم، در مورد دو مشکل اساسی این که زبان بلوچی هستن. یکی رسم الخط، یعنی آ بلوچی دا به نویسگ و به اصطلاح الفبای استفاده کنگ. یکی هم لهجه ها و گویش ها و شاخه های مختلف زبان بلوچی هست. نو پیشی به حل کردن این مشکل ما شما را چند راهکار هست. اولین راهکار و مهمترین راهکار ایشی هست که ما شما یک فرهنگستان به اصطلاح یک مرکزی تو هین که کار آیی ایشی بی که لغات بلوچی، حالا نوکین و قدیمی لغات گالان در بگیجی، آیان طبقه بندی بکن. حالا این فرهنگستان چه افراد تشکیل بودا؟ اش کسانی که زبان شناس هست، یعنی تحصیلاتش در رشته زبان شناسی هست، یا دکترای ادبیات هست، ادبیات بلوچی یا فارسی، یا شاعران و ادیبانی که در زمینه بلوچیش کار کرتا. و ایشان باید یک گروه تشکیل بده بخاطر شکل یک کار تخصصی و فنی، و ایشان باید کلمات جدید استاندارد سازی بکنه. ما شما زانین که
رسم الخط های مختلف هست، فارسی هستن، انگلیسی هستن، ایشی باید یا همه رسم الخط عربی شی باید مشخص بی دیگر ما کجای رسم الخط استفاده بکنین که به اصطلاح گشترین مطابقت و نزدیکی گو زبان بلوچی بید یا ایشه که به نفع مردم بید. همچنین ایشه این که شما زانه بعضی لحجه بلوچی و گویش بلوچی تا منطقه ما شما هستند که حتی به فاصله 1 کیلومتر ما شما را تفاوت لحجه و گویش هست. بعد ایشی که ای زبانشناسان و ای ادیبان و ای شاعران که به صلاح جز فرهنگستان هستند باید یک استاندارد این زبانی یک استاندارد این گویشی به زبان بلوچی انتخاب بکنند و ایشی معرفی بکنه یک گویش ترکیبی یعنی یک لحجه ترکیبی اش تمام لحجه بلوچی که گشترین تطابق و زبان بلوچی بید و همینطور یک رسم الخط استانداردی به زبان بلوچی باید ای فرهنگستان و ای جمع و ای شورا باید تعیین بکند و ای رسم الخط و ای گویش استاندارد که بعدش که تصویب بو در این مجمع یا در این شورا یا در این فرهنگستان برای استفاده عموم معرفی بی بی تبلیغ بی بی و مردم را تشویق بکنن که ایش چی رسم الخط و ای گویش استاندارد بلوچی حداقل در اشعار وات در مکالمات وات در پیام های وات حالا در چه در فضای مجازی و چه در فضای غیر مجازی استفاده بکنن که رو پر روی زبان بر حال زنده تر بی و پیشرفت بکند انشالله. خیلی ممنون که منی گپانش اشکوت. خدا نگهدار. عنوانش آسیب شناسی زبان بلوچی هست. به نظر من یک مورد از مواردی که باعث میشه زبان بلوچی دچار آسیب بشه تجددخواهی و نوگرایی افرادی هستش. حالا صنعتی شدن و شهرنشینی و اینا به کنار، اما عده‌ای از افراد بلوچ هستن که میان ظاهر خودشون رو کلا تغییر میدن و علاوه بر این تلاش میکنن که زبان مادری خودشون یعنی زبان اصلی خودشون رو یه جورایی پنهون کنن و یه جورایی از کلمات خارجی یا کلمات دیگه توی زبان بلوچی استفاده میکنن و زبان بلوچی رو میان با زبانهای دیگه تلفیق میکنن که این باعث میشه به تدریج زبان بلوچی رو به نابودی بره. لب کلام از اونجایی که فرهنگ وابسته به زبان هست با مرگ یک زبان فرهنگ وابسته به اون در معرض نابودی قرار گرفت. خب راجب زبان از اگه کانتکست خودم بگم که درست گفتن، آره من خودم آدمی هستم که تا 12 سالگی خارج از شهر بودم زندگی کردم، خاطر همین زبان بلوچی من اونقدر خوب نیست که الان بخوام صحبت، ولی خب من بیشتر کانتکست بردم سر همین وضعیت خود زبان و حالا اون آسیب شناسی و برای چند چیز جالب که شاید دوست شما هم جالب باشه. و خب اولش میخوام از یک بیس تاریخی شروع کنم واسه شما و اینکه بیخوام راجع به صحبت که یه چند تاریخ به طور کاملا متفاوت تعریف میشه. من کتاب تاریخ بلوچی، یه کتابی دارم از پدرم اسمش تاریخ بلوچستان و اونجا میاد صحبت میکنه که بلوچها قومی هستن که از سنگ اسرائیل اومدن و اونجا داره در بیان توضیح میده که موکه نوه حضرت سلیمان میاد به این منطقه و حالا زندگیشون میکنه. من دوستی دارم به اسم عطابق خوجندی، ایشون تاریخ‌نام و زبانشناس زبانشناس زبان فارسی توی ازبکستان هم با ما راجع به امپراتوری بکتاریا واسه من صحبت کرد. من نمی‌دونم فارسیش چی میشه حقیقتا چون تحقیق نکردم راجع به اون، ما بهش میگیم بکتاریا از ازبکی. بکتاریا امپراتوری بوده که همونطور میتونید ببینید از شمال شرق ترکستان بزرگ میاد و به هند دوباره برمیگرده و قشنگ همین سایت میگیره و خب این به اصطلاح چی که بکتاری ها دارن اون زبان هنری که دارن از اون آرتیتکچرهایی که میشه دید از اون هنری که بوده و قشنگ میشه توضیح داد که این بین ما هم هست. برای همین ما هیچ وقت نمیتونیم دقیقا توضیح بدیم بلوچستان دقیقا چی رو بگیم. در رابطه با تاریخ ساسانی بلوچستان باید بگم که ایران رو باید به چند قسمت تقسیم کرد که حالا من این بخوام بیام
ایران در اون زمان به چند بخش بوده و هر بخشی رو اونا می اومدن به برای خودشون یه به صدا حالت ایالت می داشتن واسه خودشون و یک ایالت بزرگ بود. اونجا به خاطر این اتفاق افتاد که خاندان های زیاد دیدن که در به صدا توی ایران زندگی میکردن و هر کدوم می تونستن به حالا یه چیز زندگی کنن. مثلا قسمت پارتیزان ها نزدیک کویت، ماتوا، بالا و اینجا میاد ما بلوچستان توضیح میده و همینطور آذربایجان که اینجا میاد دو توضیح میده که میگن یک قوم بودن، یک خواهر و دو برادر، آتروک و مدیا خواهرشون. مدیا میره شمال، این چیزی که من دوست ترکیه بیشتر فهمیدم، میره تو شمال شرق، میره تو جنوب شرق ترکیه زندگی میکنن. آتروک میشه آتروپارتیه که خب شاید پیدا بینیم که میشه آذربایجان که میشه آپاتیا که حتی امروز هم اگه بریم اونجا آپاتیا هنوز اسم خودش هست و امپراتوری آکروپارتیا که میاد اینجا و خب اینجا از میرسه من میاد واسه من توضیح میده که میگه که ببین اینجا یه ذره تاریخ با هم دیگه چی میشه با هم میخوره چون از در بسه تاریخ شناسه هندی میاد اینجا زمانی که امپراتوری سند شکل گرفته برای همین ما دقیقا نمیتونیم بگیم لذا پس اون به من گفت اگه بخوام توضیح کاملی راجع به بلوچستان واسه تو بدم پس بهتر که بگم بلوچستان یک هایبرید یک منطقه‌ای در واقع برای اتصال به ایران که تلفیقی از بدکاری‌ها و همینطور به اصطلاح امپراتوری سند و همینطور آکروپارتیه در ایرانه. لذا ما نمیتونیم دقیقا بگیم دقیقا به چه شکلی هست. من مطمئنم شما بهتر راجع به چیزا میدونیم و این چیزی که حالا من رو بشون میدونم. این نقشه زبانی ایرانه. داشت مزده استرس دارم عجله دارم. این نقشه زبانی ایرانه. همونطور که از عارف جان گفت زبان فارسی خب خیلی فراگیر بوده. خب اما دقیقا اون اتفاقی که واسه به اصطلاح قفقاز میافته واسه بلوچستان هم اتفاق میافته چیز ساده یه کوه. با من همجور به اصطلاح بشون میگفت خب چیز ساده یه کوه دشت. چه چیزی باعث جدایی زبان میشه؟ همینا. من به عنوان مثال از خانواده عمران یک خانواده دیگه تو همین شهر کاملا متفاوت با من صحبت میکنن. خاندان جدگار با ما بلوچ خیلی متفاوت صحبت میکنن. شهرها به شهرها با هم دیگه متفاوت صحبت میان چون بیس اصلی بلوچی نداریم و همونطور تو ترکی آره دیگه من جلو هر برامو میگه که نه بلوچی اصلی شد اینی که من حرف میزنم بلوچی اصلی اون که شما حرف میزنید. خب زبان این مثلا نقشه زبانی ایران چیزای خیلی جالبی داره که شاید شما مثلا جان داشته باشید که در به اصطلاح جنوب ایران حتی در مسقط و به اصطلاح چی هم این اتفاق هست همونطور که تو هم گفتی در کل پلاتوی بلوچستان پشتو و دری تاجیکستان و همینطور یک کانتکس خیلی جالب که هفته دامه را که صحبت کردم اون چیزی نیست جز اوستیا. اوستیا داستانش یک ذره عجیب غریبه. در دوره بعد از فروپاشی هخامنشی ها یک عده از آدمایی که توی دیوان مرودش زندگی میکردن میان و برمیگردن به سرزمینایی که میگن ما از اونجا اومدیم و در زبان قدیمی پارسی خودشون میگن بدبازان یعنی کسانی که بازگشتن به سرزمین خودشون اونم خواست به صلاحچه خودشون و اونجاست که میرن اوستیا و آرانیا و خب به من Persian, Dari, Tajik, Kurdish, Pashto, Balochi, Tat, Ossetian. The Lord's Prayer. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد. ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد. ای پدری ما که در آسمانی اسم تو مقدس باد باوی می آسمانا نوته پیروز به ای آسمان کی زمون پلارا ستانم دی پاک وی او می پت که برزی آسمان آئے تای نام شرفدار باد ای بروها و بره پیر ما نام تو مقدس شو نوالار وون فد شغده گود دنوم زبان آسفه خیلی واسه جالب بود که چقدر تجربه این صحبت میکنن درسته؟ به خاطر اینکه بعد از فروپاشی امپراتوری هخامنشی وقتی اونا برگشتن تا همین امروز به خاطر اون چیزی که در ارمنستان و یونان وجود داره زبان ارمنی و زبان یونانی چرا که همه اینفلوئنس دارن در زبان دنیا؟ چون قدیمی ترینه هیچ تغییری نکردن میشه گفت تغییر کاملی نکردن به زبان اون بیس رفتاری خودشون رو نگه داشتن. حالا واسه تون جالب بود که چرا اینقدر زبان فارسی با هم دیگه فرق دارن اینجاست که بحث اینفلوئنس و تاثیرات میاد. ببینید من دوباره همین نقشه رو میارم.
همونطور دقت میکنیم خود ایران زبان فارسی ما بوده. من الان به ایران زبان اصلی فارسی هم در دوره هخامنشی و پهلوی و ساسانی که آقای آرام حتا من دفتر تکو کنیم واسه اونم میارم واسه شما دقیقا به چه شکل صحبت میشده. اما اینجاست که اینفلوئنس میاد تغییر میذاره و همونطور که دوستان گفت که باره یک تلخیزی از امپراتوری ها به سلامت تلطای بلوچستان درستش اینه که ما بیام از کلمه تلطای استفاده بکنیم چون کل منطقه بلوچستانه، تلطای خراسان، تلطای ایران فلات ایران، تلطای به سلام قفقاز و همینطور لیبیان. اینجاست که تر به سلام میاد این چیزا میاد با هم یه روی کراش میشه و با هم یه میاد زبانی تشکیل که بلوچی تلفیق به اینفلوئنس عربی داره، هندی و سانسکریت داره و همینطور پشتون داره و همینطور اینفلوئنس زبان خود که همون ریشه اصلی زبان فارسی که به تغییر اینفلوئنس ها اومده تا جایی که اینفلوئنس کاملا ترکیک داره. خیلی ما شاید اشتباه هم بگیم ترک ها آریایی هست ولی نیستن، ترک ها کاملا از بسلا از قوم آیلیز اومدن و با ما فرق دارن و صرفا اینو میگم چون خیلی از دوستان من تو آذربایجان فکر میکنن که ترک ها آریایی هست ولی این نیست. و خب همونطور بینید نقشه زبانی ما خیلی متوازن و اگه بخواهی خود ستیار ببینید کلن این وسط کنده شده و هیچ چیزی این وسط نیست چون اینجا ارمنستان قرار داره، آذربایجان قرار داره، همینطور ساکارتولو یا گرجستان، این اسمی که ما روش گذاشیم. و خب یه چیز خیلی جالبه، ما اسم کشورها رو دقیقا به خاطر اینفلوئنس کشورهای خارجی میذاریم، درسته؟ ما به آلمان چرا به آلمان میگیم آلمان؟ چون فرانسوی ها بهش میگن آلمان، تأثیری که زبان فرانسوی روی ایران گذاشته. و خیلی از کشورهای دیگه چرا ما به گرجستان میگیم گرجستان؟ درسته که خود گرجستان هم به خودش نمیگه گرجستان، شما میتونید برید تو گوگل سرچ بکنید حتی کلمه انگلیسیشو جورجیا نمیاد، چون این چیزی که اونا واسش گذاشتن چون اونا بر این باور بودن سنت جورج رفته به اصطلاح توی اونجا در واقع اونجا فتح کرده به اسم خودش رو گذاشته این سرزمین، در حالی که اسم واقعی ساکارتولو و خودش چند بخش اوسیتیا و آبخازی است که همین سال 2008 متاسفانه جنگ داخلی اتفاق افتاد و آبخازی خودش رو کاملا اتهامس رژیم اتفاق کرد و جدا شده است در واقع به ساکارتولو. حالا میخوام که زبان هخامنشی رو شما نشون بدم، همینطور کتیبه کوروش رو دیگه هم به زبان هخامنشی رو شما میخوام و بعدش من میگم بیس زبانی که واقعا اونجا شکل گرفت و برای اولین بار در کل تاریخ ایران میشه گفت در سرتاسر ایران خط و رسم به صلاح آسوریایی در واقع آشوری میاد در کتاب میشه. The Old Persian Language آریا. Numbers Aiwa Dua Shi Chahar Pancha Shash Hafta Ashta Nawa Datha. Vocabulary Aurmazda Aspa Kama Daiwa Draya Dasta Baji Bratar Bumi Martya ماها واهرا ستونا شیاتا ارتا دروج سپادها. سامپل تکست ادم داریوش خشایثیا وازرکا خشایثیا خشایثیانم خشایثیا. فکر کنم جنرال کام به قطعه میده خب دیدیم که چقدر فرق میکنه نسبت به چیزی که ما الان صحبت میکنیم، واقعا اتفاق فرق میکنه، ما هیچی نمیفهمیم، شاید ما به عنوان یک بلوچ دو تا کلمه وار پت رات بودنیم خب ولی بقیه چیزا رو نمیدونیم. خب حالا من میخوام یه چیزی بگم، این در دوره ساسانی اومده این زبانی که الان میخوام بگم و میشه گفت فراگیر شد در اون دوره بغیر از تاجیکستان، چون سامانی ها اونو کاملا انتخاب کردن در تحت امپراتوری سامانی ها باشه و تو همین امروز ملی بریم تاجیکستان دوشنبه اونجا متوجه میشید که یه استشو خیلی بزرگ از سامان هست که میاد در واقع میاد کل از اون امپراتوری شکل گرفته و اونا خودشون جدا ساسانی ها نمیدونن. اینجاست که تاجیکستان یه جورایی میشه گفت اون اصالت خودش یک ذره از ما کشید بیرون. چرا؟ چون اونا در این باور بودن که آره ما فارس هستیم، آریایی هستیم، ولی ما آریای ایران نیستیم، ما آریای ایرانان، ما را خوراک، ما را دلتای خوراسانی کار با خیلی فرق داریم. خب من بعد از این میخوام یه ذره بیشتر توضیح بدم که چرا ما الان داریم
بیشتر کلماتمون عربیه و خودمون میدونیم چرا، چون به خاطر اسلامه. ولی در واقع خب این چیزا هست که اون اینفلوئنس که گفتن در زبان ها بزرگ اینفلوئنس که زبان ما داشته دقیقاً در پیس همین زبان اتفاق میفته. این اینفلوئنس عربی در زبان خسرو پرویز که وارد ایران میشه از اینجا شکل گرفته و بر اساس این زبان بوده. The Middle Persian Language اسوانی پارسی. Numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Greetings and phrases درود، درود ابر تو، پدرود، بامداد خوش، اوزرین خوش، ایوارک خوش، شو خوش، پد آزادی دارم، درست مدهی. Vocabulary پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، سر، روی، چش، دست. آره دیگه فارسی میانه است پهلوی. نه ولی اسکی ما پهلوی این الان پهلوی نه در زبان پهلوی همینطور ساسانی خب از اسکریپت چی استفاده میکنن؟ آشوری استفاده میکنن چون برای چون حقیقتا اون بهترین گزینه بود چون بعد از اون ارمنی بود ولی متاسفانه در دوره هخامنشی ما با ارامنه خوب بودیم و خیلی واقعا خوب بودیم ولی بعد از دوره ساسانی ما بخشنگار با هم بیدیم هم دیگه. ولی مشکل دقیقا از اینجا شروع شد که در واقع امپراتوری یونان اومد با ارمنستان به صلاح شروع کنه و همینطور بعد از فروپاشی اون بیزانس اومد و در واقع یه چیزی هست من نمیخواستم اینو بگم ولی یه جورایی اگه بیزانس نبود چون ما مسلمان هم نبودیم چون در واقع بیزانس اومد با ساسانی اینقدر جنگید که ساسانی هیچ توانی نداشت و در دوره خسرو پرویز وقتی مسلمان اومدن ایران کامل افتاد و خیلی جالبه بدید زبان کنم برای این ارتباطه خب ما زبان رو فقط در قالب این که من با شما صحبت میکنم به زبان فارسی هست که انگلیسی هست که دیگر زبان ها هست استفاده نمی کنم بلکه وقتی شما میخواید به یک چیز جدید میخواید یادش بگیرید باید زبان یادگیری اون چیز رو یادشته باشید و این زبان اینجا هم استفاده میشه پس زبان فقط مختص به اون ارتباطی که ما از طریق کلام داریم نیست و بعد از اون برمیگردیم به زبان بلوچی شما اکثرا راجع به زبان فارسی صحبت کردید که آقای عمر رو گفتن زبان بلوچی هم از همون فارسی باستان اومده گرفته شده و الان رسیده ما برای هر زبان یک زبان مادر داریم و زبان مادر اینجا فارسیه که از همون زبان بلوچی پدیدار شده حالا چون که تاریخ این زبان بلوچی اکثرا میدونیم که زبان بلوچی به گویش های متفاوتی وجود داره مثل رخشانی یا بقیه گویش هایی که داریم جنوبی و شمالی و اما لهجه ها هر گویش لهجه هایی متفاوت داره حالا تفاوت گویش و لهجه چیه؟ من میام با شما صحبت میکنم زبانی که من صحبت میکنم خب این گویش منه اما وقتی که من تاکید من روی تلفظ های من متفاوت بشه اونجا لهجه به وجود میاد و این رو توی همه زبان ها داریم توی جلسه قبلش صحبتش رو که زبان بلوچی از این لحاظ خیلی از این لحاظ خیلی گیج کننده است و باعث میشه که نتونن مردم صحبت بکنن و دویان بکنن ازش اما این رو ما توی همه زبان ها داریم و یک چیز خیلی عادیه اگر که مستثناتی داشته باشیم میبینم که همه زبان ها هست حالا من میام صحبت میکنم در رابطه با اینکه من رفتم من اومدم من شنیدم خب توی سرحدی متفاوته توی زبان من متفاوته اما توی بلوچی ما داریم اول شخص یوکی پجارکارگان شناسه اول شخص مفرد من میگم من یه چیزی رو شنیدم من اشکو تون این اون آخرش خب اینا مثل حالت هستش که توی این شناسه ها استفاده میشه اون الف و نون قلمه فقط الف که آی کلاجه نداره بلونه گلنه که این شناسه ها رو ما اینجا استفاده میکنیم و این چیز خیلی عادیه که توی یادگیری زبان هست در واقع این که ما میگیم این زبان خیلی یادگیریش سخته خودمون مشخص میکنیم این رو ما توی استانیم این کلن توی بلوچستان راجع به بلوچستان اون منطقه سیسیش اومدن بررسی کردن کتاب هایی بیش از 60 جلد به وجود اومده و میخونم اینا اما در رابطه با زبانش زبان شناسان نگمدن چیزی رو ننوشتن و در کل ما این رو داریم وقتی یک شخص به عنوان یک زبان شناس همین الان من بگم یک زبان شناسم و یک سری صحبت راجع به زبان بلوچی بکنم شما میپذیرید چرا؟ چون که من میگم من تنها زبان شناس این استانم و
و این صحبت های من شما رد منفی به اونها نمیزنید و اینجا هم به همین شکله. خب اگر کسی که یک ضرب علم از زبان بلوچی بره و بیاد مثلا خلافمون رو درستش رو نداره و بیاد بگه این تعمیم میشه به همین و ما هم راحت اون رو میپذیریم که از همین طریق هستش که ما برای یادگیری زبان بلوچی واسه همه هم یه قول درست کردیم توی ذهنمون که واقعا سخت هستش، لغات زیادی داره. اینکه شما جلسه قبل گفتیم که به عنوان مثال ما میگیم خونه، کت، لوگ، اتاق یا همه اینها هستن. خب ما توی زبان انگلیسی هم همین لغات رو داریم، یک لغت داریم که هزاران معنی داره و اینجا هم به همین صورت استفاده میشه. زبان بلوچی علاوه بر یماری چیزی رو پخش کرده، گفته که زبان بلوچی. آیا اونجا نوشته بود که زبان بلوچی سرحدی جنوبیه؟ خیر، ننوشته. و زبان بلوچی استاندارد هست. پس اینجا ما زبان بلوچی استاندارد رو داریم خلاف بقیه صحبتایی که شده. ولی همون کشورهایی که دارن زبان فارسی رو واسه خودشون انتخاب کردن، مثل تاجیکستان، خب در سطح یک چیز دیگه هم مثلا کلمه بریش شما گفتید. الان شما مثلا شاید هیچ وقت بریش اون رو در نظر نگیرید، شما میگید که نه این اشتباهه، این اینه، درسته. حالا حتی اونا هم این مشکل دارن، اونا میگن نه ما نمیخوایم عربی نایز بشیم، نمیخوایم مثل عربا بشیم، بخاطر همین اومدن سیریلی که گذاشتن خط روش داره شد. بازه شخص همه هستیم، بازه مالف همه هستیم، اما فهم که با اول قبطر هم توضیح داده امیز که ملت هم بودن که وقتی پجار معرفی بکنه به یه دیگه ملت هم این سری شخص هم لازمه، این مالف هم لازمه. حالا بعضی هستن که وقتی سرزمی بود معرفی کنه، بعضی هستن که وقتی دو برویده بود فرهنگی بود معرفی کنه. برحال یکی از این مهمترین شاخص های اما همه همی زبان رو که برحال زبان شناسان که یه دین تو بلاخر آین که زبان کارمرز کنه تو وجود که کنه در آی اعتبار بازی یه دین تو همین زبان هم یک اشکال مختلفش برحال دونی در نظر گیبتا. بعضی هست این که زبان بدن معرفیش کرتا، بعضی هست این که زبان هنر هست، زبان موسیقی هست. خیلی هست این که معتقد این که موسیقی زبان مشترک بین انسان هم، خیلی معتقد این که عکس به هر حال تو هم که اعتقاد بردارد کنده هم نقاش هم معتقدن که به هر حال نقاشی رو حالا کار نداریم. بحث دارم او که اهمیت بالای زبان یفته برای ما معرفی بکنم تو به هر حال دی تاریخچه یفته برای ما روشنه کنم. اما در ارتباط با زبان بلوچی حالا توضیحات ایرائه بود که اما بیم که حالا خیلی هستن که بالاخره معتقدن که زبان بلوچی یک چیز بازمانده یا از پهلوی اشکانی، باز خیلی هستن که ایشه رد کنی، خیلی هستن که برای حال با توجه به مشخصه که تو معرفی رو تو ای در واقع ای خدمت یعنی تو بررسی کنی، خیلی هستن انگر تو یعنی تو برای حال زبان بلوچی حتی قدمتی رو بالاتر از پهلوی اشکانی زانین تو ایشان. حالا کار نداریم، خیلی هم یعطه تو برای خود ایشه رو یعطه به سرحدی و من کلانی ترگیه کردم و به شرقی و غربی، حالا کار نداریم. یعطه باز همچان جنده در همه راستا یعطه تو یک سری لحجه یعنی مثل اما به این که خانم به هر حال ارائه کرد لحجه رخشانی، لحجه مکرانی، لحجه سلیمانی که به هر حال موقعیتا جغرافیایی یعنی شد ایشان فرقی کنی. اما فهمیدم که در ارتباط با یک شخص خبر کنم که یک مزنی جهدی برای زبان بلوچی انجام داد ایشرا که تا ابد که ابد ما بگو زبان بلوچی مدیون این شخص و شخص به نام سید زورشاه هاشمی یک ادیب و یک زندکاری که یک تا بالاخره این جهدی انجام داد در آز جغرافی های بستر، در آ فرهنگ بستر، در آ به هر حال فضای بسته یه تو زبان بلوچی یا ارتو مکتوب که در واقع. خب اما بهم که دانی تقبل سید زروشا بهم که به هر حال زبان نوشتاری زبان بلوچی فارسی بودن. سید زروشا هاشمی یه تو به هر حال جهدی انجام داد و یه تو به هر حال رسم الخط سید گنجی ابداع کرد. به هر حال خیلی از کلمات و خیلی از در واقع آبایان یا مکتوب که مثل نون قنه مثل خیلی از حروفان هم یه تو به هر حال این شیری ابداع کن و انگرد که انگرد تو همه به هر حال در کتاب بلوچی سیاهه گر راست نویسد یا مربش نوشتاری زبان بلوچی انگرد همه هست ایشان که و زبانشناسان اید مهم هست که زبانشناسان بگیم که زبان بلوچی یکی از همه زبانانی هست که از لحاظ قواعد و از لحاظ دستوری و از لحاظ وسعت واژگان به هر حال خیلی زبان غنی و
خیلی زبان غنی و کشور ما گنده در اشعار به هر حال گذشتگان و در اشعار به هر حال ادیبان گنده این شعر. اما یک دیگه موضوعی هم هست که چسبتت که ما شما هیچ کدام به هر حال دوستان به این موضوع اشاره نکو، آسیب شناسی بلوچی که این حال زبان بلوچی و که چه پیم بوده چه اتفاقات کفته که زبان بلوچی یک تو بلاخره چشکایی بوده. حالا کار نداریم ما پیم شما فرمایش کو که اگر ما بلوٹی که زبان بلوچی جن در زبان بلوچی اسی در ما بلوٹی که خبر بکنی واقعا حالا شاید برای ما سخت بود، برای ما که به هر حال پیتماتان ما چشکایی آور کرده، برای ما که به هر حال در فرهنگ و محاوره و ادبیات روزمره و یعنی چشکایی آور کنی شاید برای ما سخت بود، اما همشیه دارد همه همشیه هم جهر لوٹه همشیه دارد همه. الان یعنی آسیب که توهین که یوالدن هست و جامعه امام چاگر و علیت و بودی دست و پنجه نرمکن ایشیو که از خانواده هم به هر حال ایشی رفته الان در واقع یک علامه پیم که برای خیلی هست که دلائه مختلفی یاره که به هر حال جامعه و چاگر که به هر حال لوته که از فضای سنتی به فضای مدرنیته را به هر حال بیه تو بدل بگو یک دوران گذاری را به هر حال تکند خود در این دوران گذار یک سیر اتفاقاتی که به فرهنگ تحت تاثیر قرار گیره که زبان همه به هر حال چیزی جز فرهنگ نه ها زبان که ریشه ای هست در فرهنگ به هر حال چرک جده در فرهنگ ما تعدود رو بیده که ما ایشی به هر حال تحت تاثیر قرار گرفته ایشی که به هر حال در خانواده ما فراموش بوده ایشی چی که به هر حال ما ترجیح هدیم که وقت چوکان وقت فارسی گشته خبر بکنی یا به هر حال فخر بکنیم غند دلی آب و او زمانی که چوک ما بدون لحجه فارسی برکن احساس خوشحالی کنیم ایشی در واقع یک ضعف توهینی و ایشی یک ضعف توهینی که ما باید اول از خانواده هم وقت شروع کنیم و همه چوکی که به هر حال یحتر در دوران دبستان تمام کرده راهنمایی یحتر رسیسه در واقع توانی بگوید که خیلی روان توان در واقع فارسی خبر بکن فارسی در واقع بنویسید بوانه دیشتران خود چه اشکالی هست که اگر که ما این چوک رو یاد بدهیم که بلوچی هم بوانه چه نیشی که فقط اول بکن حتی بوانه در حتی بنویسید خود توان شعر بوانه در بلوچی و دومی که مورد همه که به نظر من باز همه از همه اهمیت در واقع های اهمیت و از همه جنبه یکی سیستم آموزشی ما همه این خلل در سیستم آموزشی ما همه هست و که مروزی به هر حال که ما که به هر حال روتین که توجه رو مورد بود کنی یا به هر حال پروتین یک اصالت خاص ما پروتین قائلین در کشور ما و در سیستم آموزشی ما انگرد به این موضوع بعد آتن نبود نه فقط به این موضوع حتی به هر حال انگار دوستان یک چند شب پیش گفتگوی کو گفت که حتی در کردن زبان کردی الان یه حتی رسیسه که در مقطع ارشد حتی دو واحد فکر کنن که تدریس بود اما بلوچی ما انگار منطق خب ایشی یک توینی جهد کنگی روتی اما پیم خوصا دارم گو حالا فرهنگستان درست و که بیبی یک هنچین جای یک فرهنگستان در مقیاس بزرگتی بود به هر حال که یک در نظر بیه که در واقع توانی بگیم که یک آرمانی چیزی رو برای ما که در الف بای انگر منطقه فرهنگستان زبان بلوچی فعلا که برای ما به نظر مون حالا مون چو احساس کنن که آرمانی چیزی رو اما ما توانی که در شهر وقتی این حالا به هر حال جوشین نشستانی در شهر وقتی این به هر حال بیاین رو یک انجمن های ادبی در واقع انجمن ادبی ساخت و وقت به هر حال زبان بلوچی شانه ما از هم در استراتیجی بجنیم و شروع بکنیم ما ایشی به نظر من باز یک بار غیر امیدی هم تواند که رو بید و که به ذهنم رسید عرض میکنم حالا به تناسب رشته خودم ببینید زبان یکی از اون به هر حال مؤلفه های هویتی بشر هست و اون ابزار گفتگو هست و عرض کنم خدمت شما حالا نقاط مختلف دنیا به زبان های مختلف تکلم میشیم اما از منظر حقوقی تو قانون اساسی همه کشورهایی که از قانون اساسی استدلال در مدرستان عالی ترین سند حقوق سیاسی یک کشور در واقع یک مرامنامه است یک آرمان یک نوع توافق سیاسی بین ملت و اون حاکمیت است که سری حقوق مدنی سیاسی اجتماعی فرهنگی دوش به تصریح قید میشه که حاکمیت خودش رو ملزم به احترام اونها میذاره یکی از مؤلفه‌هایی که تو همه قانون اساسی ها بهش اشاره میشه که یک اصل مستقلی
نسبت به اون صراحت بیان میکنه، زبان رو مشخص میکنه که زبان رسمی کشور چی باشه، که تو قانون اساسی ما به صراحت اومده که زبان فارسی باشه. حالا این انتخابش بستگی داره به مؤلفهای مختلف. یکی از اون مؤلفها غالب بودن اون زبان در قلمروی وسیع از اون کشور هست و مؤلفهای دیگر. ولی تو کشورهای همسایه‌مون نگاه بکنیم، خیلی از کشورها دو زبان رو اومدن به عنوان زبان رسمی، چون جمعیت غالبی که زبان شماره یک و دومی غالب بشه نبوده اینطوری که خیلی استیلا و چیرگی قابل توجهی داشته باشه. من به طور مثال عرض می‌کنم، پاکستان دو زبان اردو و انگلیسی زبان رسمیش هست، افغانستان دو زبان پشتون و فارسی زبان رسمیش هست، عراق دو زبان کردی و عربی زبان تو. اینا که عرض می‌کنم مستند هست به قانون اساسی این کشورها، و چون یک زبان خاص غالب بشه به لحاظ سیاسی، به لحاظ علاقه اجتماعی، اومدن در واقع دو زبان رو زبان رسمی کشور اعلام کردن و مکاتبات و به اصطلاح مراسلات اداری به هر دو زبان مرسوم هست. و از زبان‌های گروه‌های دیگری که اقلیت هستن هم باز هم در راستای همون تصریح حقوق اجتماعات مختلف و اون خورد فرهنگ ها به تصریح قید میشه تو قانون اساسی کشورها. حالا تو قانون اساسی کشور ما به تصریح همه اقوام قید نشده، فقط کلی بیان شده که اقوام میتوانن در واقع در محل خودشون به زبان خودشون استفاده بکنن و آموزش هم داده بشه. خیلی البته کلی اشاره شده، مقطعش مشخص نشده. حالا دوستمون جناب علی اشاره فرمودن که به هر حال سپورت از ما تو حوزه مسائل فرهنگی آموزشی دیگه سال ها جلوتر هستن، تأثیر گذاری که در ساختار قدرت در پای تخت دارد. اینو تونستن مصوب بکنن، دو فضاهای آموزشیشون داره رسما تدریس میشه، وارد به نوعی تحت عنوان یک واحد درسی دو واحدی پروژه که من اقتدار دارم، حالا اختیاری یا الزامی در راستای همون واحدهای عمومی داره ارائه میشه. خب طبعا نقاط دیگر جغرافیای کشور هم به تناسب در واقع تأثیری که در ساختار قدرت تو پایتخت میتونن داشته باشن، این اجرایی شده این اصل از قانون اساسی رو تو قوانین زیردست میتونن در حقیقت داشته باشن. یک نکته. نکته دیگر آنچه به ذهن من میرسه، تحمیل زبان یکی از ابزارهاش ابزار علم بوده. ببینید در اون اوج تمدن اسلامی زبان عربی زبان غالب منطقه میشه و حتی بسیاری از اندیشمندان غربی که میان در نظامیه بغداد و کجا و کجا تحصیل میکنن، وقتی برمیگردن مثل ما که الان داریم صحبت میکنیم برای کلاس گذاشتن چهار تا واژه انگلیسی وسط حرفامون میاریم، اونا تو اروپا میخواستن صحبت کنن چهار تا اصطلاح عربی رو تلفظ میکردن، که ما از مهد علم داریم میام ریشه این لغت رو در مهد علم بیشتر از شما میدانیم. یا در عصر حاضر ببینید مثلا پنج زبان رسمی توی منشور سازمان ملل متحد به عنوان زبان‌های رسمی دنیا که مکاتبات سازمان ملل با اونها انجام میشه، یکیش زبان چینیه. چینی‌ها فقط خود چینی‌ها هستن که به زبان سخن میگن، یک میلیارد بیشتر جمعیت ندارن، در حالی که کسانی که به زبان اردو سخن میگن بیش از یک میلیارد همسایه چینن. اما به خاطر تاثیرگذاری که چین در مؤلفه‌های قدرت دنیا داره، این رو تحمیل کرده به سازمان ملل. یا زبان روسی، الزاماً جمعیت قابل توجهی تو دنیا به روسی سخن نمیگن، اما جز زبان رسمی سازمان ملل، شاید حتی جمعیتش از ما پایین‌تر باشه. به خاطر اون اهرم قدرت سیاسی که روس‌ها دارن در مؤلفه‌های قدرت جهانی تحمیل کردن. پس در دنیای کنونی این ساختارها و ابزارهای قدرت هست که زبان یک ملت رو میتونه در کنار اون در واقع توسعه علمیش به جوامع دیگر تحمیل بکنه. بله، من یه مثال این خاطره در واقع برای اتمام عرضم اشاره میکنم. من با دانشان ارشد دانشگاهی در تهران کلاس داشتم، یه دانشجو عراقی داشتم اونجا، در واقع بورسیه بود از اقلیم کردستان عراق به ایران برای تحصیل. من حقوقی داری اینا درس میدادم. بعد از اینکه کلاسم تموم شد، این دانشجو گفت که شما تنها استادی هستید که من بیش از 95% حرفاش رو میفهمم. ولی استادا به مراتب از من آدمای سواددارتری بودن و آدمای مؤلفین کتابهای درسی دانشگاهی بودن، ولی چون به لهجه غلیظ تهرانی سخن میگفتن بیشتر حرفاشون 40% متوجه میشد. ولی میگفت چون شما دارید فارسی رسمی کتابی سخن میگید، من 95% حرفای شما رو میفهمم. جلسه قبل با بیشتر دوست داشتیم توی آسیب شناسی خود زبان بلوچ اکنون اکنون جهات زمین تاریخ و به سیاست اینا نپردازیم، چون در حال حاضر خودمون یه وظیفه ای داریم، حداقل جدا از سیاست، جدا از تمام لوازمی که هست، اون چیزی که تو خونه ما هست. من تا یه سری مشکلات هست این وسط که
فقط نمیشه انگوش رو به طرف یه شخص و یه خودگان یه فرو گرفت. من سخنم رو با خود زبان و خط شروع میکنم. این زبان و خط یکی نیستن. بعض وقتا دوستان که تمایل نشون نمیدن به طرف یادگیری زبان و فرنچی، شاید دلیلش این هست که با خط اون نوشتار یا اون بهش میگن حالا زیاد به خط آن رو نمیپردارن میگن که زبان نگاره، با اون آشنایی ندارن. این البته خود مشکل دوستان نیست، خود کسانی که زبانشناس در فرنچی هم هستند در واقع به یه اعتبار نظر زبان به خط زبان فرنچی نرسیدن و همین باعث شده که ما دسته هایی از فکرهای مختلف رو در کانون‌های اساتید زبان فرنچی مشاهده کنیم. منطقه من اینم خودم به شخص قبول ندارم، چون هر اختلاف باعث پیشرفت خواهد شد و اگر امروز کاروان جهانی در یک شخص سوی تبار در آسانان داره زبان فرنچی رو کار میکنه و دوستانی مثلا با اون طرز فکر سید زبوش ها مخالفش هستن، اینو من بازم یکی به جای رشد میبینم. حداقل اینکه یک حرفی از زبان فرنچی در کشوری در اروپا در شمالی در نقطه جهان داره در واقع گوش جهانیان میرسه و این خیلی خوب هست. منتها حالا یک سری پایه و اساس رو میگن که ما باید دقت داشته باشیم و اون که زبان یک چیزی نیست که بشه که در واقع گرفتش تو دست و بگیم که اینجوری بمونه، تغییر نکنه. زبان سیال هست، آن تغییر میکنه. زبان با هر حرکتی، با هر مهاجرتی، با هر سیاستی، با هر انقلاب ممکن تغییر کنه، اما از اون بر خط نه. خط خیلی محافظه‌کار هست، خط نمیتونه تغییر کنه یا نمیخواد تغییر کنه یا در مقابل تغییر خیلی در مقابل خودش رو جمع میکنه. مثل سر انقلاب چین رو در نظر بگیرید، انقلابی بود چین کلا زیر و زبر کرد، همه چیز رو منتها زبانش رو به بخش خطش رو نتونست تغییر بده، خطش سر جاش هست و مونده. در مورد زبان بلوچی، خب من بیشتر رو خط میرم تا خود زبان بلوچی. خط بلوچی جلسه این قبل ما اینجا بودیم دوستان مطرح کردم که مثلا آسیب شناسی کنیم در مورد این خط. ببینید یکی از ویژگی های خط اینه که اون خط بتونه در واقع تمام حجاب ها، تمام آواها رو تو خودش بیاره. این چیزی تعریفی علمی از خط هست. مثلا میگن خط های زبان های آلمانی و ایتالیایی که از اونها هستن که تمام اون چیزی گفته میشه صوت آوا بیان میشه اون تو خطشون هست. منتها ما توی فارسی، من اول فارسی بودم قبل نباشم، تو فارسی خطی که ما داریم، حالا هر عنوانی که میذارن میگن عربی هست، میگن حالا یک خورد سامی هست، فارسی هست. ما تو یه ایرادی که داریم اینه که ما حروفی داریم که نمیتونیم تلفظ کنیم، یعنی هستن اما تلفظ از صداش از دهان ما بیرون نمیاد. مثلا ما سامان، ما سامن، ما صابون رو یک شکل داریم تلفظ میکنیم اما در صورتی خطشون ما هم متفاوته. یکی از ایرادهایی که بزرگی که به زبان فارسی میگیرن این هست که شما دارید مثل عربا از حروف عربی استفاده میکنید، حالا جز اون چارتایی که اینا آوردن اضافه کردن که نمیتونید اینا رو ادا کنید. مثلا باب رو قیم رو باید بکشید از داخل، ولی اینجوری تلفظ نمیشن. توی زبان بلوچی این مشکل حل شده. حتی زبان بلوچی که من میگم شاید منم وارد اون کیفه جنگ بینه دوتا قوت بشم، ولی خب من بیشتر سید منظورم هست، اون مشکل اینجا حل میکنه. سید دقیقا توی کتاب خودش اول صفحش همین رو داره بیان میکنه. میگه که ما چه لزومی داره که بیایم اون حروفی رو یا به قول سید اون آبهایی رو مطرح کنیم که نمیتونیم ادا کنیم. مثلا چرا فی رو بگیم در صورتی که نمیتونیم فی بگیم؟ چرا خی رو بگیم در صورتی که نمیتونیم خی بگیم؟ و این رو حتی دوستان شاعر یا دوستان زبان‌شناسی که حالا اون بری هستن این رو رعایت نمی‌کنن. میگن نه، ما به همون صورتی که مثلا قطاشا تو شعرش اگه دقت کنید اینا رو می‌بینید. مثلا اینا میگه یا خود مبارک بازی اسمش مشخصه، یک قین داره، یک قاف داره، یک زاد داره.
این رو دقیقا همین صورت به همین صورت خودش هم داره که مبارک باز. خب چه لزومی داره زبان شناسای حالا که وابسته به صحیح هستن میگن چه لزومی داره که ما اون حرفهایی رو بیان کنیم که بنویسیم که نمیتونیم بیان کنیم؟ و این مشکل نه با فرهنگ سرا که به قول دوستمون این زمان میبره، یعنی ما بشینیم دور هم بگیم که مثل مثلا ژاپن بگیم هیچ لزومی نداره، شما هر خطی هم آوردید میتونید استفاده کنید. مثلا یک تیتر مینویسه در شیراز زلزله شد، این رو مجله مثلا یک شاپوری مینویسه، درش رو با یک زبانش مینویسه، شیراز رو با یک و زلزله شد رو با یک مینویسه، یعنی همزمان داره سه تا رسم الخط رو همزمان در ژاپن استفاده میکنن و این با این هیچ مشکلی هم نداره و همچنین که ما در کشورهای دیگه صحبت داریم. ما حالا برگردیم به اون چیزی که ابتدا گفتم در مورد زبان بلوچی، اینی که شاید هممون مقصر هستیم، ما در درون ساختاری هستیم که به اجبار داره یک زبان رو از کودکی به ما تحمیل میکنه، در صورتی که من وقتی خواب میبینم خوابم زبان بلوچی هستم، من احساساتم فقط زبان اشتباه نیست، زبان احساسات هست، من زمانی که خواب میبینم زبان بلوچی دارم خواب میبینم، هیچ کس نمیتونه من تحمیل کنه. وقتی که حتی یک از دوستان من داشتم زبان شناس بود و روی فوش رو داشته پای نامش می نوشت، گفت که یک چیز جالبی هست که هنگام عصبانیت اقوام یا ملیت ها به زبان های خودشون فوش می دهند و این رو کسی نمیتونه در واقع به زور شما به شما کنه، این چیزی هست که در وجود شماست، یعنی زبان یعنی احساسات، اون چیزی که در درون من ریشه دوانیده در توی تاریخ. و اگر سیاست میگه شما زبان رسمیتون این باشه، خب من که در درون خانه که نباید اینجوری باشم، ولی خب سیاست یا ساختارم میشه ایراد گرفت. چرا؟ چون رسانه این مستقل برای ما نذاشت. اگر کرد امروز میتونه قشنگ پیشرفت کنه از لحاظ زبانی خودش، این هست که در طول تاریخ رسانه آزاد داشته و انجمنهای شعر و انجمنهای سیاسی اصلا اون مشارکت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کرد داشته، من میگم استاد ما اول چون خیلی پیشتاخته هستم و این هم در نظر بگیریم که یک دولت مستقل دارند و خیلی از اون نهاز در واقع دارند تقویت میشن. اگر امروز تمام این ما هست، ما رسانه نداریم و کودک ما هست ابتدا از کلاس ششم وقتی که وارد از کلاس از سن ششم شش سالگی هفت سالگی وارد اون ساختار آموزش رسمی کشور میشه، اگر تمام اون در واقع انرژی اون کسی که داره آموزش میده آموزگار معلم صرف این میشه که آقا اون چیزی که شما در خانه میگفتید اون این نیست، اون یه چیز دیگه است، خب این برمیگرده به اون ساختاری که ما ایرادش نمیگیریم. میگن که ما یه دوستی داریم توی در واقع لندن زندگی میکنه، میگه یک چیز فیسیوس جالبی که در مورد این قومیت ها ملیت ها هست، یک اون مهاجر اونجا زیاد هست خصوص لندن، میگه رتب مهاجر افغانی هست، میگه من به عنوان مترجم منو در واقع استخدام کرده سیستم آموزشی شهرداری، چون سیستم آموزشی رضا شهرداری هست، من رو میبره داخل مدارس که میگه تو در کنار این دانش آموز افغانستانی یا ایرانی بمون، اون چیزی که من بهش میگم شما ترجمه کن، یا اون چیزی که شما میگه برای من ترجمه کن. این در واقع داره میگه شما با هر عنوانی که با هر ملیت و زبانی که وارد کشور شدید اون رو حفظ کنید، در کنارش این دوتا با هم متفاوته، در کنارش آموزش به زبان محلیتون و آموزش زبان محلی اینها خیلی متفاوت است. من اگر تخصصم شیمی هست و من نمیتونم اون قابلیت رو زبان بلوچی نداره تو اینا رو برای من در حال حاضر ترجمه کنه و آموزش بده، آموزش به زبان محلی ممکنه ناممکن باشه، اما آموزش زبان محلی یا قومی امکان پذیر هست. و این در واقع اگر ساختار جلوی ما رو گرفته بود، من فکر می‌کنم دو واحد هم کافی نیست، شما دو واحد رو پاس کنید با هر عنوانی یه ترم دیگه، هر اون دانشگاه بودیم ده جلسه بیکنیم جلوی بعد ده جلسه کلاس تشکیل نشد، این آموزش نیست، آموزش باید مستمر باشه، یعنی آموزشی که در خانه از کودکی به کودک داده میشه به عنوان زبان محلی باید استمرار داشته باشه و در کنارش چیزی که میتونه کمک کنه ما رو کتاب هست، یعنی کتابت هست. اگر امروز ما میگیم که من به احسان جان چون خیلی هم از گفتم در ابتدا، اگر من میگم تو هنوزم برای چی حرف نمیزنی، خب اینا ایراد به همه ما هست، این چیزی نیست که من به شوخی بهشون گفتم،
اگر کتابی رو امروز بیارن جای ما، اصلا همون کتاب سیاهی گارتن تراست نیست که سیدو بیارن، خیلی از ما مشکل داریم، بچه های ما مشکل دارن، چون گفتم آشنا نیستیم با این ساختار خط و اینها. علت دوباره یک علت دیگه برمیارن. علت چیه؟ علت دیگه که اون چیزی که استاد ما برای بلد درسه کنن. اگر امروز ما میبینیم که بعد مذهبی ما خیلی پیشرفته که در هر روستا ما نه یه مسجد، نه دو مسجد، ده مسجد داریم، در کنارش ده مکتب هم داریم، چون مذهب خیلی غنی است. مذهب داره به این هم دعوت میکنه که هیچ کس تجربهش نکرده و در واقع همین دوست دارم به طرفش برم. اگر زبان ما هم در هر روستا، نمیگم در حالا مرکز شهر مرکز کشتان، در هر روستا هم همچین مراکزی داشت، مثل مراکز جمال تبلیغ، مثل مساجد، مثل مراکزی که بتونن اونجا زبان بلوچی رو حداقل یاد بگیرن، ما خیلی از نظر زبانی پیشرفت بشیم. امروز علمای ما که بلوچ هستن باید منبر میرفتن حداقل بلوچی تو زحمت بزنن. کمکان که داشت البته ما علمایی داشتیم هم زبان بلوچیشون کتاب نوشتن و هم در کنارش کار مذهبی انجام دادن. و اینکه اگر امروز ما میبینیم بسیاری از زبان ها پیشرفت کردن، اینکه اونها اگر ما میبینیم زبان مثلا زبان یک کشوری وارد سینما شده، وارد فرهنگ شده، در کنار این زبان یک صنعت هست، صنعت کنارش هست، ولی متاسفانه ما همون حد اول ترین یعنی چاپ کتاب، حمایت برای کتاب، حمایت برای خرید کتاب رو ما هنوز نداریم. من میگم که برای اینکه زبان بلوچی بخواد خودش رو بشناسه و شروع تمام جامعه گسترش بدیم هست که یک همت همدانی میخواد. سرمایه‌دار کنار ادیب وایسه، ادیب کنار هنرمند وایسه و همه اینها در کنار هم میتونن اون زبان رو تقویت کنن و اینجوری ما میتونیم نمودش رو در دنیای خودمون و در تمام سطح جامعه ببینیم. فکر کنم تمام چیزایی که میخواستم بگم رو همه عزیزان پوشش دادم. خیلی خوب بود دیگه. من خلاصه میگم در مورد اون چیزی که استاد فرمودن در مورد نظریه که فکر و زبان در ارتباط هستن. یک سری ها میگن آقا زبان اگر نباشه هیچ فکری نخواهد بود. یه سری ها برعکسش رو میگن، میگن آقا این زبان هستش که فکر ما و نظریات ما توجه ما رو به بخش خاصی از جهان معطوف میکنه. و این خیلی مهمه. الان یونسکو میگه آقا ما توی سال 2022 به بعد توی سالهای انقراض جهانی زبانها قرار داریم. یعنی در هر ماه گفتن ما یک زبان رو داریم از دست میگیریم. به چه خاطر؟ به خاطر همین که گویش فرقاش رو داریم از دست میگیریم. تمام اون چیزی که عزیزان گفتن دقیقا درست هستش. فقط من یه چیزی میخوام بگم، اونم اینه که ما الان خودمون داریم به این سمت میگیم که مثلا بگیم ما فقط فارسی صحبت کنیم، بلوچی رو بذاریم کنار، یا فقط انگلیسی صحبت کنیم، انگلیسی فکر کنیم، فارسی رو بذاریم کنار، بلوچی رو بذاریم کنار، اینطور نیست. ما توی زبان ها اصلا چیزی به عنوان قطعیت نداریم. اینو من میگم، همیشه هم میگم چیزی نیست اینجا توی زبان ها نداریم دو به اضافه دو بشه چهار. ما همچین چیزی رو توی زبان نداریم، ابسولوت نداریم. ما باید همیشه رو به صورت نسبی نگاه کنیم. اینجا تغییرات زیاده، اوکی اینجا تغییرات هست، یه جای دیگه ممکنه تغییرات کمتر باشه. و ما چیزی رو به عنوان یقیناً قطعیت که بگیم این اتفاق قرار بیفته نداریم. و همه اینها مرزم زمان هستش، یعنی ما با زمان داریم پیش میریم، همینجوری داره تغییر و تحولات صورت میگیره، سرعت هم داره. و فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که این جوامع کوچکی که ما داریم توش بلوچی صحبت میکنیم رو به قول دوستان نگه داریم. سیستم آموزشیمون اگر با ما همکاری نمیکنه، مثلا از بالا به ما گفتن آقا سر کلاس شما حق ندارید بلوچی صحبت بکنید یا بلوچی رو درس بدید، ما میتونیم بیرون توی خانواده های خودمون بچه های خودمون رو تشویق بکنیم. الان دیگه همه چیز در اختیار ما هست، فقط ما استفاده نمیکنیم. رسانه بلوچی هست، کارتون بلوچی هست، آهنگ بلوچی هست، اینها رو به بچه‌هامون نشون بدید تا اونها شوق اشتیاق توشون ایجاد بشه تا اینها رو یاد بگیرن. من همیشه میگم تا زمانی که عزیزی دانش آموزی شوق برای آموزش نداشته باشه خب نمیره نزدیکش. هرچه من معلم تو سرش بچپونم که انگلیسی خوبه، انگلیسی خوبه، فارسی بده، بلوچی بده، خوب نمیره. تا زمانی که شوق توش ایجاد نشه. پس ایجاد شوق به خاطر همین هستش. یه موضوع دیگه هم هست اینه که ما توی جامعه زندگی کنیم، مثلا همینجا اگر کسی یه خورده فارسی رو با لهجه صحبت کنه مسخره‌اش می‌کنیم. یعنی دیدی لهجه بلوچی داشت،
این بعد اجتماعی خیلی تاثیرگذار هستش توی روحیات بچه‌هایی که دارن بلوچی رو استفاده می‌کنن، فارسی رو هم استفاده می‌کنن. پس چرا؟ چون که ما زبان اصلی دامیننتمون اون چیزی که از بالا گفتن و رسمی هستش فارسی هست. پس ما چیکار می‌تونیم بکنیم؟ همون کار که بچه‌هامون شوق بدیم، یه ارتباطی بین زبان فارسی و زبان بلوچی ایجاد بکنیم توی مدارسمون. حتی من خودم گاهی برای اینکه استرس دانش آموز رو کم بکنم سر امتحان میرم کنارش میشنم خورده بلوچی صحبت میکنم که استرس از امتحان کم بشه، بعد امتحان انگلیسیش رو بده. چقدر فایده داره از منظر امپریالیسم دور بشن اینکه چند زبان آدم بلد باشه، هم از نظر فکری این قوه حافظه تقویت پیدا میکنه، همین که با فرهنگ های مختلف آشنا بشه و هم این که میتونه از فرهنگ ها و منظرهای مختلف بیان یه چیز رو نگاه بکنه. دقیقا همین چیزی که استاد فرمودن که از این منظر اینجوری نگاهش میکنه، از این زبان به یه صورت دیگه نگاهش میکنه، از یه زبان دیگه ممکنه ضعیف‌تر نگاهش بکنه. خیلی ممنون، سپاس بکنم. اول که اول در مورد چیزان که دوستان در گو بهتون یک دو نقطه اشاره کنم، پد چیزی که بهتون پایسته در مورد خبر کنه حاول کنم. اول چیزی که در مورد فرهنگستان خبر کنم دوستان، ما شما پا کدانی که بلوچستان شرقی مزار فرهنگ و زبان ما باز دیمات رو بله که ته زبان های عربی هست چه اردو یختا انگلیسی باز یختا، بله مثلا این که ما را شو حاول چو کنمودین پارسه برکنه، آیان شوف نیک و چوکان متش اردو یا مثلا انگلیس برکنه. خب؟ یعنی آیان حالا مایده به اینسی دولت پاکستان دیگه چیزی و از ظلمی به هیچ کم مثلا به هیچ کسی نتوان چیزی بوده از ظلمی که کم بله از نظر فرهنگی آیان ما توانه هم گشتر کام بکنه هم یک چیزان رو جوشتر داشته. و این فرهنگستان اما چیز که شما گفت سید زرور شاه مثلا یا تو سر زبان پاکستان بعد از فوت سیزده هوشا چون عمر یعنی عمر باز نبوده سیزده هوشا بعد رایی یک استاد دانشگاه بلوچستان کوته دیگه کویته سبا دشتیاری که شاعری و بلکه مثلا بدانیتی کتاب هم نوشته سبا یک آکادمی فرهنگستان زبان تی کراچی واکو به نام سیزده هوشا که این وقتی کتاب هم دست ما شما هسته که پدا علا یک مثلا انتشاراتی که کویتر هم بود یا شال کولی و شال نام بلوچی وش بود شا ارتباعات همه فرهنگستان. خب فرهنگستان یه پجوهش داره بگیم ولی در واقعیتی ما وقت مومد جزو کسانی هم که پدیون و به واسطه کار واجب کارون که مثلا تی دانشگاه گلاش تدریس کن جزو کنه که بودش که حتما اگر پیتش پجوهش سرای بجنه تی حوزه زبان باید یک عضو مثلا هیئت علمی بیاد ای کار انجام بدن با تحت عنوان یک پژوهش سرای زیر نظری مثلا آموزش عالی که مثلا آرشته بخور یا باز این دندفنگی هست که متاسفانه مثلا دانشگاه زاهدان هستی دیگه واحد زبان بلوچی اختیاری هست و دکتر شعبخش تدریس کم ما رفتیم کنسر کلاسی استادانی که هستن تو تیم حوزه بلاشین کار کنه ایده که ما شما گیشته وقتش یعنی بود وقتش پر وقتش بلاشین یک سید کار انجام بده باز جان نده پرشی که بیاین تو مثلا پرشی را بگیره که ما چو عمقی یعنی بیاین وش یک چیزی ده به نام نازی و تیم اون بانده خب ما ایدانیم دیگر ندانا ای آرمان گرایی آزادی خواهی که ما کشور مستقل فلان شان این وقت ما نبود بل حد داغلی همشه که ته این کشور که ما بلاشی ده زندگی کنه ته ای بلوچستانی که ما یک بین بلوچستان قردون ما رو یک تجور سره یک فرهنگستان رو بعد شما یک کلیپ بخش کرد دکتر آشوبی که مثلا به زبان یونانیشون اصلا خاصیتش هست که واژه جدید تولید بود یا الان زبان بین المللی علمی هست و این کلمات متمتانه به په زبان ها استفاده می درست و آیا کسی هست الان نام دکتر نادمان اشکته بود؟ دکتر نادمان اشکته شما؟ دکتر نادمان یکی ها بگوان تقریبا شبیه حضرت عادل بلده آن بود مثلا تا بلوچستان یعنی آنگوری یا بلوچستان شرقی یک چیزی یک بنا رو با عنوان نوکاز نوکاز یعنی اپدیت خب تا زبان بلوچی یعنی وقتی این کلمه وش با نوک دیگه نوکاز تا این نوکاز یک گفتی خب ما را زبان
معنی رو ما رو هست ما توانی واژه ترکیب واش کنی ما توانی نوکی کلمه بیاری اصلا به زبان مادی مثلا همه این کلا در مورد بیولوژی و زیست شناسی شان تو کلیپ بی خبر کو دکتر نانمون کو ما زند هست زند یعنی زیست زان که هست زان یعنی دانش ما بیان میگیم خب زند زانتی پجایشی که مثلا بیان میگیم زیست شناسی ته فارسی یا مثلا عادت اردو یا انگلیسی هر چیزی که ما شما بگیم یعنی هست ما شما بله ما شما اطلاعات واتی نمیز واتی نمبال بگیم هست آدم هایی که بلاشه یه واحدی کار کنه دکتر نامون همیشه سچان وقت یک سری پی دی اف با عنوان لوکاز منتشر کرد مثلا با تلویزیون من به تلویزیون اصلا تلویزیون واتی تلفظ فرانسوی و انگلیسی ها میگوی تلویزیون چون تحصیل کردنم ما ایران رب که فرانسه گفت شیر رو گوی تلویزیون هایی گوی بگوی تو واتگند رادیو بگوی واتگوش یعنی ما توانی که بیانی کلمه جایگزین کنی و هستی بلشی که همت دیدی جهد دیدی یک واقعیت یا ما بلوچان همیشه آماده این رو کرده و این فدینه و پرتیم که دیگر هم بیاره فقط ما برسیم قرار نه آد همیشه چه بگو اگر پرتیم بیا انجام برسیم و این بعد یک کارای انجام دیم چیز دست بعد یک چیزی هم تا کلی شما گو یعنی شما وقت گو چی که زبان فارسی که من رفته تهند تفاوت به گفتاری نوشتاری میتر نظر ما چیه که در زبان بلوچی اتفاقا تفاوت بین گفتاری و نوشتاری اصلا نیست فرچی چون بلوچان قبل از شکسه زوشا به یک روز دست منخط بیاره همین زبان گفتاری بوده شعران نسل به نسل منتقل بوده خبر پرتوش و پچی ما فکر کنیم نوشتاری سخت و بخاطر شد که ما را زبان وطی یعنی حجوم کلمه واژه غرز نگرد مثلا فرهنگان دیگر انگلیسی فارسی رو این وحدی عوض بود زبانی من چه واجه رو تون برکبر نکنم یا مثلا واجه من چه که ندارم بوم پیرو پونگاب مجم چون که تحصیل کردم ما مثلا سرامان باشستی ما جز به شهرانی رو که به شدت یعنی تنها گویش به زبان بلوچی که به شدت گرامر دستور فارسی زده یا اصلا ته زبان بلوچی معنی که بگم سر میز ته هیچ نه ته مکرانی نه ته آم و بلوچستان شرقی نه ته سرحدی هیچ کس نگوید خودکارم نه سر میز وقتی به میزه سر حالا چه مکرانی بود چه سرحدی بود چه آم بود یعنی ماشاءالله چون وقت این تحصیل کرده دین دار طرف تا از شهری بعد از یافتن خب صد درصد تاثیر وجهش ناتر پس ایشی که ما شما این گفتاری نوشتاری باز تفاوت تفاوتی پا یک کسی که سرباز زندگی کرد کسی که ته تربت پاکستان تکی چون اصلا تفاوتی نیست در از یعنی دیگری هیچ نیده ما را بله ها ما نشستونی که وقتون ته هر کلمه که ته هر جمله کور کنن دهیم کلمه هم هشتینا فارسی هم دیگر موی وقت که زبان بلوچی خالص پیتون بوانه ای بنویسان چون یک زبان جدید باید برام کلی سفرات کنم بعد شما در مورد سیزده روشا خبر کن سیزده روشا 30 سال طول کشید من اصلا نپیتون در مورد زندگی نامی ها باید کنم چون شما یک گوگل بجنی یک سرچ بجنی از اول تا آخر تمام زندگی نامی نیاره و اصلا خدمت که سیزده روشا کن واقعا یعنی بلوچم تا ابد ابد اگر ببردش مثلا یعنی چی من پاتی های دین بدین پری که مثلا این تشکر بکنه نتوانه به خاطر چی تمام اون رو تینا پچه پچی تمام اون رو دنا باز پیش از شما یاد تو یک دیوان نمیدی بدو چی تو ای مثلا حالا کنسرتان تو برگزارش کنه یه یک مدر شروع کن پبر کرده این شعر باز بلکه تو نیوانی شما اشکتا که مثلا شروع کنین دال نام منی نام تایی نام خدای باز باز یعنی کسان که رفتن دیوان از بلوچی بازش برگلش کده گال یعنی چی؟ گال توی بلوچی چی؟ کلمه گال یعنی واژه کلمه یعنی سید از نظر ما وقتی که خیلی مثلا یعنی الان مثلا چند نفر هستن دنیا بلاشه سر زبان دلوش همین بصورت زنده کار کنه رسم خط ما رو باز هم رسم خط اول سید یحیی پدا یک تاج ما رو هسته کشوران رو بزنده کن و من یعنی و تو حروف لاتین نوشتیم یا تو زبان بلوچی اراعه دا که مخالف و موافق باز هم کار من جهانی بلاشه بوده چی کرد کار کن بله تمام زبان شناسان مطرح دنیا بگن که اگر پیتت که به بهتر نتیجه برسه باید مردم بومی نیتیو استفاده کنه پشید یک رسم خط رو بشین یعنی اگر پرتیم واقعا عام پسندانه یک رسم خط رو انتخاب کنیم آن رسم خط سید خوب
حالا سید یک شعری همه به عنوان داد به نظرمون تمام زحمت 30 ساله و تکو آهم چه میگو؟ مثلا اولی چه شروع کرد؟ گال بونگش بونگی جهاندار و جهانه بونگش بونگی یعنی شروع اگو کلمه شروع جهاندار و جهانو بی گالا جهان هیچیو بی نام جهاندار یعنی اگر گال ما بو کلمه بو ما بو نه جهان معنی هم نه جهاندار کسی گلاشه مثلا اصلا خلق کرده خب ماشان تو حکان گلاشی ته زبان یعنی معنی کنی درست تا حتی لفظان مثل خدا و دین و هر چیز دیگه دیو پده یه گفت که گال نام منی نام تایی نام خدایه بی گالا من و تو خداوند مجان دار یعنی اگر گال ما بو ما پهکم داریم هیچی نه زبان ما بو شما اگر یک آدمی را پنچ بلوشی بود بودی یکی گنگ بگو و یکی را زبان بگو کبار بکن چلی هر دونان پنچ بلوشی بود هر دونان فرهنگ بلوشی بلاشم بیشه دارد ولی اگر ما شدون بیایی خبر کنی کجا یک زودتر توانت هویت ما را پیش بداره اگر زبان ها یک زبانی نیست اگه زبان هست هر درصد اگه زبان هست زودتر بلاشه هویت واقعی مثلا اون بانوان یک بلوش بیرگرام بیشاره پس تمام زحمت 30 ساله و دیگه اگه آخر همه شعر چی گو اگه گال انگر و گال ترونگل و گال برتکگیم بیرم انگر ترونگل برتکگیم بیرم کتابان وجه سیزدورشانه یعنی شما را پیگال ولد بی کتاب بوانی یعنی اول تا آخر چیزی که ما بلاشه ایر سرنوا ایر عدم آموزش شد حالا ما نگو آموزش به زبان بلوشید بچار خمکر مزاده یک بلاشین چیزی گو شما گو که مثلا ای وقتی این کرو کلاس پیزش مناده مثلا به زبان فارسی پیزش حوال بکنه متشا ما را یک بحث حتی زبانشناسی و حتی زبانشناسی جنسیت یعنی شی علمیه یا به علمیه زبان شناسی جنسی تکو جنینانا علاقه خاص حبیشی که وقت به زبان معیار آ کشور نزدیک کنه و ما اگه اینه دیگه جنینانی که اصرارش ها لهجهش مبوری کبر کنه و برعکس مردینان علاقه هست که به زبان مادی و تش بیشتر حبر کنه یعنی آ لهجه بیشتر بداره شما اگه اینه یک مردین بلوچه چی ما حبر کن تکی بگو وقت فارسی گو وقت و بعد ما جنینان همین دیم که مثلا نگو و نداخته فارسی مثلا و نیست چون که تاثیر زبان مادیه خب من چون بکنم و بیر مادم آموزش بدم دیگر یعنی ماد که گلاشم چوک ترگیزتم باید آموزش بگیره تا پدا این زبانمون زنده بگو داشتیم بگو یه هر چیز دیگری و در مورد این چیزی شما باقی قدم درزی که درست تا تحوزن علمیه مثلا یعنی میشه انتخاب ما شما و تو که ما به چه زبان حبر کنیم ما وقتی که گلاشتون نمیشتن و انتون زبان درمشی یاد گیران تا یک گروهیتون یک آقای حسن توزا آواجه و تی مولایت یعنی مولویت و خانومی جنی هم من تی مدرس دینی چون کپان قرآن پیشه داشت یادی دارتن قرآن منته شی احتیت زبان درمشی یاد گیران همه مردم این وقت من گیما افغانستان چسته بود یه چابه ها کلاس زبان بلوچی را گذار کنم تیه مدرسه دینی و آموزش زبان بلوچی هست خانم و تا جنین و تا پیش داشته زبان بلوچی نوشتن و انتیم پیش داشته این وقت چوکوپن پیت قرآن یاد دادن گلاشو در کنار قرآن یاد دادن آموزش نوشتار و گفتار زبان بلوچی شده یعنی منظور میشه ما حتما منتظر یک معجزه ما بیم که ارسه را یک بیای بگو بابا بیای زبان بلوچی زبان رسمی کشور شما بیای بلوچی آموزش بده نه ما دوار وقتی ارمات دوار وقتی شروع کنیم و فرهنگ سازی کرده و آموزش داده تا برسیم مثلا با حوزه علمیه تا برسیم با مدرسه تا به دانش آموز الان چوکن ما تو مدارس هیچ بلوچی نمیکنیم اصرار شد حتما فارسی باید کنه من نتر بچه من هم یعنی اگه ما یک کلمه ای رو وقتی بگیم یعنی خدا شاهد و من وقتی به تو رنگان که چه بکن توزیگ بده لحظه برای یعنی از رو بله چه استفاده کن من گوه شوز لحظه چون ده چه مدانه شوز چه رنگی و یعنی اصلا کلمه شوز بگه رابطه ار باره لغاتش سابسی هم جایگز بوده چه شندری هرده تمام مثلا شروع میکنم ما بانوان و ما پحکی که دانسته این نه کسان که دانسته هر کسی در رسالت این در برابر این موضوع رسالت میشه اما این مجلس شروع کنه رسالت شما برای خدا بندشی که شما این جلسات بلاشی برگزار کنید و هر کسی که اعلان نمیده
خواهش کنم یک چیز دیگر هم به کسان که علاقه شد من کتاب رو نگم معرفی نکنم و تو هم یعنی چی بگم نوک ره درباری اون چی تو بلا شما دیگران ولی یک سایت هست باسک یعنی اوز با معنی اوز خواهم بعد این سایت که باشه مطلب از آنها داری بزوان بگو چی در مورد اگلیدان در اون کسانی که میسته و اگر که واقعا علاقمند هم چون بلکه دیگر یه جایی هم این ویدیو بگیم نه شاید خیلی مفید بگو که به انگلیسی یا یعنی آدرسی baask.com یه چیزی که در واقع وجود داره و من خیلی در مورد در مورد ایمان دارم و دوستان ممکنه خیلی سرسری از شد چند هم بخصی که حالا من اکزاده گفتن ما با اصالت مختلفی خواهند میشینیم من میگم که چرا ما بعضی از واژه هایی که اسم به یک وسیله به یک چیز جدید و در موقع اشاره دارم مثل اینجا مثل رادیو که این مطلب در این میده هستن هم خیلی داره با صورت پیشرفت میکنه میگم که ما چون اینا یک احترام هست به اون شخصی که اینو درست کرده ما خیلی مثلا نمیخوایم اینا رو تغییر بدیم اما من میگم که خب گیریم شما اینا رو تغییر ندادید شما که نمیتونید با واژه های قدیم به سوی آینده برید خیلی از واژه های بلوچی در طول زمان ممکن هست بشن مثلا واژه هایی که به اون مربوط به کشاورزی هست واژه هایی که مربوط به سیاه‌چاله‌ای هست ممکن به دور زمان هم هست بشن من میگم یک زبان با وجود همه تلاشی که میکنه اون قناعت گذشتهش دوباره بازگردانی کنه به آینده هم فکر کنه و این در واقع تا تولید واژه‌های جدید هم اعلام کنه و یه نکته هم بگم در مقدمه کتاب سیاه راست نیستن خود سید میگه که زبان بلوچی یکی از زبان‌هایی هست که برعکس زبان فارسی بین صفت و موصوفش هیچ علامتی شما نمی‌بینید مثلا میگید ماشین قرمز خب چی؟ این کسره کجاست؟ اما تو زبان بلوچی نه ما یه چیزی میبینیم یه هویتی یه ارتباطی بین صفت و موصوف میبینیم و ممکنه این سر مناقشه باشه دوستانی که مثلا با زم و کسره مشکل دارن خود سید اونجا در واقع یه تزم میده تو کتاب اول خودش میگه چی بهتر اگر یکی زمانی ما بتونیم با خط رومن بنویسیم خود خط رومن رو خود سید هم معرفی میکنه حرفاشو میگه این خیلی خوبه چون بسیاری از مناقشات ما در این که چه مخصوصا در زمان فارسی چه زیر به کار رو بریم چه قافیه به کار بریم اونجا میگه همیشه